سلام، به برنامه امشب خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نامزد است که مسئله دیورند را پایان یافته می داند و می گوید باید با آهن و فولاد بسته شود و قانون اساسی را هم مزخرف و جعل شده. فدرالیستی که طرفدار سپردن بخشی از قلمرو کشور به طالبان است و می گوید نظام مد نظر او باعث تجزیه افغانستان نخواهد شد. همان که باری گفته بود اگر توزیع شناسنامه های برقی متوقف نشود با طالبان بدخشان برای ایجاد خراسان متحد بدخشان را مستقل و خودمختار اعلام خواهد کرد. او سومین بار است که وارد رقابت برای کرسی ریاست جمهوری در افغانستان شده و آخرین باری که نامزد این کرسی بود چیز حدود 7000 رأی از سراسر افغانستان به دست آورد. آقای عبداللطیف پدرام. آقای پدرام، به برنامه بسیار خوش آمدین. خیلی ممنون، متشکر. شما در 31 مارچ 2012 شهروند افتخاری تاجیکستان شده. بله. ای از درجه وطن دوستیتان کم نکرده؟ تشکر و عرض سلام به مهمانان گرامی و بیننده های محترم. مسئله شهروندی افتخاری به نظر من یک امر جهانی است و خیلی آدم های دیگر، نویسنده ها، فلاسفه، دانشمندان است، کشورهای دیگر هم شهروند افتخار گرفتن این لقب گرفتن، کما اینکه یکی از دوستان خیلی خوب ما نویسنده کتاب سمفونی مردگان بود، به نظر من اشتباه نکنم آقای معروفی بود یا اشکوبری، نه، در پاریس، ایشان از ایتالیا شهروند افتخار گرفتن. همینطور سپیده سامانی شاعر معروف، این خیلی متعارف هست و این از وطن پرستی ما چیزی کم نمیکنه، اما در رابطه با در واقع خدمات ما برای فرهنگ جهانی و من جمله فرهنگ فارسی کمک میکنه، در واقع یک امتیاز است نه فروکاست. بسیار خوب، حقوق مساوی با شهروندان تاجیکستان دارین ولی حق انتخاب شدن، انتخاب کردن البته تاجیکستان نداره. بعد اونجا تذکره تابعیت داشته باشه، پاسپورت بده. درست. شما به انتخابات پارلمانی سال گذشته، سال 97، از زادگاهتان رأی کافی برای راه یافتن به پارلمان نیاوردین. آمدین که رئیس جمهور شوید؟ بله. اتفاقا این سوال است که چندین بار شده و یک بار دیگه به نظرم شما مطرح کردین و خیلی از رسانه ها وقتی با من صحبت دارن این رو مطرح میکنن. البته بگم خدمت شما به طور عام بگم که اگر شما یک بار آمدین در شاگردی مثلا کلاس 8 مدرسه بودین و به دلیل آمدین مریض بودین یا حالا مشکلاتی داشتین و اون سال ناکام شدین، باز قرار نیست که مدرسه را رها بکنن. خب سال دیگه میرن تا شاگردی اول بشین. اولین سال این در رابطه با انتخابات، باید گفت دیشب من یک کلیپی از استاد خلیل را شنیدم که آقای استانگزی داشت میگو به ایشان که اگر شما با ما بیاین موافقت بکنین، ما این رأی آقای تغییر یا علی است که از فرزند شما را به شما برمیگرداریم. معنیش این بود که انتخابات سراسر از پر از تقلب بود. اون بار من با شما گفتم که اگر واقعا رأی با این متریک و رأی درست حساب میشد، من رأی من در بدخشان باز رأی اول بود. اما متاسفانه شما دیدین که الان 6 تن از کمیشنر یا 5 تن از کمیشنر در زندان هستن. شما میگین کسانی که تقلب کردن، این دلیلش بود که مسلم برای اینکه در غیر از اون چرا 6 تا یا 5 تا از کمیشنر چرا در زندان هستن؟ مگر غیر از تقلب در انتخابات جرم دیگه داشتن؟ حالا که جرم داشته باشه. سهمی بدخشان 9 نماینده است، از آقای انعامی شروع تا آقای یفتلی، کدامشون با تقلب راه پیدا کردن؟ من نمیخوام نام بگیرم، ولی ببینید بدخشان در انتخابات دور گذشته پارلمانی چیزی حدود تقریبا بیش از 200-300 هزار رای دهنده داشت. در انتخابات 80 هزار رای دهنده داشت. شاید شما در جریان باشید. و 72 کاندیدا داشت یا 52 تا. از 80 هزار رای دهنده بازم تعداد زیادی شرکت کننده ها کم بود به دلیل درگیری هایی که در روز انتخابات شد. و در واقع 3 روز انتخابات شد، یک بار دو بار در بدخشان، یک بار در یک جای دیگری از یفتل‌ها. و نتیجه این شد که اون انتخابات واقعا انتخابات نبود، تعداد کمی رای دادن، شاید 45000 یا 50000 نفر. حالا شما ببینید حساب کنید که از 45000 یا 50000 آدم در رابطه با 72 کاندیدا واقعا چقدر رای بوده، یعنی در واقع میزان مشارکت رای دهنده ها بسیار پایین بود و بنابراین تقلب میزانش گسترده بود. من نمیخوام که به هر حال دوستان من متهم بکنم که تقلب کردم، ولی به هر حال تقلب کاملا روشن بود و اون کمیسیون هم گفت و الان کمیشنرها در زندانن و یک از کمیشنرها برای تقلب بدخشان در زندان است. اگر شما رای دهنده هم کم بود ولی معاون یکی از دسته های انتخاباتی دیگه بیشتر از شما رای گرفت در انتخابات پارلمانی 97، آقای نقی.
حفیظ رحمان نقی که حالا معاون یک دست انتخاباتی دیگه است، 4629 رای و شما 3840. اشکال نداره، ولی اون رای من خدمت شما گفتم که برنامه نبود که ما در پارلمان بیم و تصمیم مقامات عالیه دولت این بود که ما نباید وارد پارلمان بشیم و خیلی ها در ردیف هایی که مثل ما بودن نتونستم وارد پارلمان بشیم. ولی در مورد انتخابات ریاست جمهوری، شما در انتخابات ریاست جمهوری 83 چیز حدود 33500 در رای گرفتین، ولی در 88 6686 رای. این بار آمدن که چند رای بگیرین؟ اشکال نداره، ما نمیشه میزان رای که پیشا پیش نمیشود حساب کرد، چون شما در انتخابات که نمیدنین حتما چه مقدار رای میگیرین. اگر به قول معروف شما پیشا پیش بدنن چه مقدار رای میگیرین که انتخابات نیست، یعنی اون انتخاباتی که اشکالی داره، یک مشکل جدی داره. ولی به هر حال رایتون زیاد خواهد بود. من امیدوارم چرا نه، با این امیدوار انتخابات شد. درست. البته شما در 26 سنبله سال 96 در 16 سالگرد ترور احمد شاه مسعود گفتین که قهرمان ملی کشور انتخابات زیر سلطه آمریکا را خواهان نبود. شماری از مدعیان پیروی از مسعود از تعیین شرایط انتخابات که مسعود میخواست انکار میورزند. حالا آمریکا هم است و انتخابات هم برگزار میشه و شما هم نامزد انتخابات هستید. یه چیز مسلم است، ببینید افغانستان یک کشور اشغال شده است. من بارها گفتم و المان های اشغال هم بیان کردم. وقتی ما میگیم کشور اشغال شده، یعنی به چی دلیل کشور اشغال شده است؟ میشه بگین دلیلش؟ کتاب... الان این کتاب پیمان واشنگتن کابل، کابل واشنگتن درباره اشغال است که به لحاظ قانون اساسی، به لحاظ حاکمیت ملی و به لحاظ اصل اسلامی قاعده نفی سبیل هم. حالا من میام روی مسئله که چطور کشور اشغال شده است، برای اینکه در دسته چهار مورد حاکمیت افغانستان نقض شده و من میگم برای شما اگر لازم بود یکی اینکه اینا هر جای خواستن سربازایشون هستن از مرز میخوان بیرون میرن، وارد افغانستان میشن، پاسخگو نیستن، کسی از اینا نمیتونه سوال کند، اگر یکی از اینا مجرم باشد به در آمریکا محاکمه بشود، این اسمش کاپیتالاسیون است و اینا همش به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، به لحاظ بحثی که ما داریم اشغال است. طبیعتا فرمانده مسعود، وقتی من گفتم اگر می بود این شرایط که نمیپذیرفت، بس فرمانده مسعود ما توافقنامه امنیتی داریم، معاهده استراتژیک داریم، حضور آمریکایی ها شورای دیگر نیروهای افغانستان به اساس مجوز شورای امنیت سازمان ملل است، مبنای حضور آیسف در افغانستان هم موافقتنامه بن بود با تعقیب از او موافقتنامه MTA که بین جان مک‌کول فرمانده او وقت آیسف دولت انتقالی امضا شد در 4 جنوری 2002. این همش به لحاظ قوانین بین المللی اشکالی نداره. ببینید یکی بحث قوانین بین المللی است که شما مطابق قوانین بین المللی در کشور هستین یا نیست، این یک نکته است، ولی مهم این است که شما وقتی مطابق همون قوانین، البته مطابق اون قوانین که نیومدن، شما در 2001 بعد از سپتامبر، از سپتامبر آمریکا که خودشون وارد افغانستان شدن، کاملا روشن است، از کسی نپرسیدن. ولی شما یک بار فرض اینطوری بگیرین که اینا مطابق قوانین بین المللی هم بودن، اما این قانون، ببینید موافقتنامه راهبردی واشنگتن کابل که ما اینجا داریم، این هیچ ربطی به این قوانین نداره. من ده ها مورد در این کتاب از خود ما نوشتیم، منتشر کردیم و نقد این موافقتنامه در واقع برنامه راهبردی آمریکا با ما هست و در موارد بسیاری حاکمیت افغانستان نقض شده. ببینید ده ها و یک مورد نیست. اول ببینید اینا جاهایی را برای خود به عنوان پایگاه ها تامین کردن که مسلماً استفاده از این پایگاه ها وقتی که دولت افغانستان با اشراف نداره نقض حاکمیت ملی افغانستان است. دو، اینا وقتی که داخل افغانستان میشن شما نمیتوانید از اینا سوال بکنید. دولت افغانستان شهروندای درجه که اینا پایگاه ها در اینجا داشت، این توافق برای همین میگم که این توافق اشتباهی بود، برای همین میگم که این توافق بیانگر اشغال است. این توافق متقابلا با احترام یکی دیگری نیست، چون طبیعتا شما به کشور مهم مثل آمریکا آمدین توافق کردید، ولی نمیتونید توافق برابر روی مسئله اشغال بشر برای صحبت... این مسئله نیست که چون دولت افغانستان توافق کرده است اشغالگرانه نیست. درست. دولت افغانستان یک متن را امضا کرده و توافق کرده که سند آشکار برای کاپیتالیسم. درست. روی اشغال بشر صحبت خواهیم کرد، ولی شما در اون وقت گفتین که قهرمان ملی انتخابات زیر سلطه آمریکا را نمیخواست و از جانب دیگر نقد کردین مدعیان پیروی از قهرمان ملی را که اونا از این شرایط انتخابات که مسعود میخواست انکار میکنن. حالا میرین شما وسط انتخاباتی که آمریکا هم حضور داره، مثلا دیگه ببینید بدون تردید، حالا من قهرمان ملی که الان زنده نیست، من بگم واقعا چگونه الان چگونه میخواست عمل بکنه، ولی وقتی که زنده بود، ولی همین جملات مربوط شده، ولی من گفتم الان هم تاکید میکنم، ولی وقتی که زنده بود خب موضوعش روشن بود که با اشغالگرها درگیر نبرد بود و من حالا فکر میکنم که اگر او زنده بود حداقل این وضعیت ما نداشتیم، یعنی ما با این وضعیت روبرو نبودیم.
احتمالا امریکایی ها نبودن، یا اگر بودن ساختار حکومت، ساختار اداره طور دیگری بود. اما چرا ما در این وضعیت اشغالی رفتیم به طرف انتخابات؟ من وقتی که در پارلمان هم بودم این سوال از من کرد. ببینید شما در یک وضعیت اشغالی دو تا راه دارید، یا باید نبرد مسلحانه بکنیم بر ضد اشغال، یا به عنوان یک شهروند با استفاده از امکاناتی که دارید بر ضد این اشغالگری مبارزه بکنید. اینکه ما در پارلمان باشیم یا بریم برای انتخابات مانع این نمی شود که ما نتوانیم بر ضد اشغالگری برای آزادی سرزمینمان مبارزه بکنیم. این کاملا منطقی است. بعد همه سرزمین هم اتفاق افتاده. خیلی آدم ها در این رژیم مثلا مخالف رژیم هستند، ولی خب در این رژیم کار میکنند. در رژیم دکتر نجیب بودن مخالفش بودن کار میکنند، در رژیم مجاهدین بودن مخالفش بودن کار میکنند. یعنی این واقعا قابل چی نیست، ملازمه منطقی نداره. یعنی اینکه شما بخواید با رژیم کار کنید کار نکنید، لازمش از منطقی ترم اخلاقی هم نیست. بله تند ترم گفتن ما برده هستیم و بردگان حق و توان انتخابات ندارن و همونطور رأی بردگان مورد تایید قرار نمیگیره. بدون تردید وقتی من میگم بردگی، نظام بردگی اینه که شما صلاحیتی برای تصمیم گیری نداره. میبینید من وقتی که قرار بود مذاکره بشود با طالبان، خب خیلی مردم هم منتظر بودن که مذاکرات صلح احتمالاً محقق میشود، بعد ما میره مشترکاً با طالبان یا حالا با گروه های دیگری هستن به طرف انتخابات. اما دیدین یک شبه آقای به نام ترامپ یک توییت داد، گفت که نه ما با طالبان گفتگو نمیکنیم و فردا همه چیز عوض شد. خب این بیانش بیان بردگونه است. یعنی بردگی این که شما نمیتوانید تصمیم بگیرید، شما اراده آزاد ندارید. حالا به شما کی قرار است رأی بدهید آقای پدرام؟ برای مردم عادی روشن فکر، همه مردم همین تودای سمپل ساده برده. اگر بخواید من بگم برده هستن. نه این بحثی نیست که بردگان به این معنی، نه اینکه خود مردم میخوان برده باشن. نظام سلطه ساختار بردگی رو ایجاد میکنه. ببینید بذارید من حرفی که گله به شما بگم، این گله خیلی خوب داره. میگه که ممکن است شما در داخل یک زندان باشید، در قفس باشین، در محبس پولچرخی باشین، اما شما آزاد باشین. اما در این حال ممکن است شما یک آدمی آزاد باشین در شهر بگردن اما برده باشین. تمام این بحث هگل در کتاب دیالکتیک خدایگان و بنده همین مسئله است. وقتی که من میگم برده، نظام سلطه را دارم میگم، نه اینکه خودی آدما خوی بردگی دارن. رأی بردگان مورد تایید قرار نمیگیره. نه اون بحث دیگری است. نه اون بحث دیگری است. بردگان وقتی میگم یعنی شما آزادی وقتی که ندارین برای تصمیم گیری، توجه فرمودید، ولی نه اینکه شما ذاتاً برده هم هست. درست. حالا به سمت چگونه انتخابات روان هستیم، تصمیم گیرنده حالا کیست؟ تصمیم گیرنده حالا آمریکایی ها مسلم. شما اگه تصمیم گیرنده آمریکایی ها نبودن چرا مذاکرات صلح به هم زدن؟ طبیعی است هر بار نام تصمیم گیرنده انتخابات آمریکایی هست. بدون شک، بدون شک. چرا شرکت کردند هم چه انتخابات؟ برای اینکه با اینا مبارزه بکنه، نمیشه میدان براشون رها بکنه. در غیر صورت تنها گزینه‌ای که برای ما میمونه مبارزه مسلحانه است که مصلحت نیست. ما چند روز پیش صحبت داشتیم، من نام نمیگیرم، با یک از اعضای کمیسیون انتخابات به ما گفت که نه ما تصمیم گیرنده هستیم و نه این آقای به نام دولت وجود داره. اینجا یک جریان دیگری داره تصمیم میگیره که اسمش یورما، سازمان ملل، اتحاد اروپا، آمریکایی هاست. اونا تعیین میکنن. بله بله سطح رهبری کمیسیون. شما نمیخواید نام بگیرید. نه اینا تعیین میکنن که کی انتخابات شود، چگونه انتخابات شود، چگونه رأی شما شود که آبد بیان. حتی اون به نظرم بحثش این بود که حتی میشد پیشاپیش گفت که رأی‌ها تنظیم شده است و این کاملا آشکار است و شما میدانید که جبانه سیم که تصمیم میگیریم. خب. اینجا 900 میلیارد دلار آمریکا خرج کردن که باز آقای غنی تصمیم میگیره. آقای عبدالله سه نگرانی عمده تان در مورد انتخابات 4 روز بعد چی است؟ یکی مسئله امنیت. شما میدانید که امنیت وجود ندارد و وقتی که امنیت نداره این انتخابات سراسر نقض میشه. چون یکی از بحث های حقوقی برای انتخابات این است که مردم همگانی بتوانند در انتخابات مشارکت بکنند. با توجه الان دیشب نماینده جنرال دوستو میگفت که ما حداقل در 3 ولسوالی بسیار مهم میمنه مثل المار، قیصار امکان انتخابات نداره و یک جای دیگه هم مدل نام شادی من نیست و همین لحظه شما در اطراف کابل نمیتوانید انتخابات بکنید، انتخابات برگزار بکنید. شما چند روز پیش رای نو ولایت بسته بود، از بغلان نمیتوانید بگذارید، نمیدانم پوزیشن در کجا از بغلان چگونه انتخابات. امنیت یک از مسائل مهمه. مسئله دوم عدم استفاده از تکنولوژی است. من نام نمیگیرم، با یک از متخصصین تکنولوژی من جمله بایومتری که قبلا برای کمیسیون انتخابات کار میکرد صحبت داشتیم. ما با تعداد زیادی از کاندیداها اونا فرمودن که ما اینو چی کردیم، این جوابگو نیست، این در واقع نمیشه باش کار کرد و به لحاظ تکنیکی برای ما توضیح داد که اگر لازم باشه گفت من با شما میام و در کمیسیون میرم بحث میکنم. کار ما امیدوار هستیم با کمیسیون مثلا مطرح بکنیم. بنابراین شما دستگاه ندارین، برای اول دستگاه ندارین، برای شما دیتابیز ندارین. وقتی شما دیتا ندارین، وقتی شما مرکز آمار ندارین، وقتی نمیدونید که در افغانستان چقدر جمعیت تان است، خب چگونه شما میتوانید بگین که چقدر رای دهنده؟ درست است؟ نگرانی سیوم مسئله سیوم مداخله بیش از حد و سوء استفاده آقای غنی و عبدالله از امکانات دولتی. اینو هلیکوپترها، هواپیماها، همه در اختیارشون است، پولا و کدهای خاص.
قماندان های امنیت، رؤسای امنیت و رسوال ها میدونید، حتی سفیر امریکا اعتراض کرد، حتی همین بادارانشون که اینا آوردن اعتراض کردن که عادلانه نیست، منصفانه نیست. برابر سه تا مسئله اساسی هست که عدم تکنولوژی، عدم امنیت که درست. انتخابات سراسری را با خطر مواجه میکنه و استفاده درست و در پهلوی سه نگرانی عمده تان از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات چیست؟ کارکرد ببینید در یک کشور مثل ما، وقتی من پیشتر به شما گفتم که ببین آقای عبدالله چی بلا عبدالله از یکی از کمیشنرهای بلندپایه کمیسیون است، گفت اطلاعاتی که در رابطه با سایت ها برای ما آمده اطلاعات نادرستی است، در داخل بحران دارن. از عضو کمیسیون میگه که آدم هایی که برای دارانشا پیشنهاد میکنیم یا مقرر میشن از جاهای بالا تعیین میشن، ما خبر نداریم، اطلاع نداریم. بنابراین شما با این کمیسیون چگونه میخواهید کار بکنید؟ کمیسیونی که خودشان دیروز کنفرانس خبری داشتن و گفتن که مقرری ها در داخل کمیسیون برخلاف قانون انتخابات است و برخلاف تسامح ما است، درست است؟ آقای عبدالله نگفت مولانا عبدالله است اسمش، نه بله مولانا عبدالله. پس نگرانی از مهندسی انتخابات است و کسانی شکی وجود نداره. وقتی هواپیما در اختیارتون است، کودهای 91 در اختیارتون است، ولسوالا در اختیارتون است، تنها در ماه اخیر بیش از 50 مقرری داشت آقای غنی. بانک ما اختیار دادید و درخواست کردیم از یونان و سازمان ملل که شما مقرری ها را متوقف بکنید، ولی اینا مقرر کردن و تا همین دیروز هم مقرر کرد. بنابراین چگونه میشود از یک انتخابات عادلانه و در واقع منصفانه سخن گفت؟ یه چیز روشن است. درست. کمیشنرها چه تفاوته با کمیشنران پیشین که حالا در زندان هستن فکر میکنید دارن؟ بلحاظ استقلالیت هم. مسئله در یک ساختار مثل افغانستان، چرا ما بحث تغییر ساختار داریم؟ چرا؟ مسئله ای نیست. بذار به حرف آقای سروش به شما بزنم. سروش حرف خیلی زیبا داره، حرف خیلی خوب میزنه، میگه که این نظام اتحاد شوروی بود که استالین پرورید، یا این استالین بود که نظام ساخت. مسئله این است که خود این ساختار ساختاری هست که تقلب می آفرینه، یا آدم های متقلبی در این ساختار هست. اگر آدم های متقلبی در داخل ساختار باشن، که مسئله خیلی ساده است، شما می توانید با تعویض، جابجایی و برکنار کردن و اینا خیلی سالم بسازیم. الان تن بحث کمیسیون است، کل نهادها را، وزارتخانه ها را. اما زمانی که کل ساختار گرفتار بحران است، ساختار در داخل فساد است، شما بهترین آدم ها را وارد ساختار بکنید، فاسد می شوند. زمانی که یک دیکتاتوری حاکم برای این کشور تصمیم می گیره، مثل آقای غنی یا هر کس دیگری، بنابراین شما این ساختار، این اعضای کمیسیون آدم های خوبی هم باشن، باز نمیتونن کاری انجام بدن. بنابراین برای همین است ما میگیم کل نظام باید تغییر بکنه، برای اینکه با این ساختار واقعا نمیشه. روی طرف مفصل صحبت خواهیم کرد. شما در 15 مارس 2019 برگزاری انتخابات پیش از توافق صلح را باعث تداوم جنگ خواندن، اما باز اگه بپرسیم که شما میرین به سمت انتخابات، پا هم پس نکشیدین؟ شکی نیست. الان به شما میگم که یک نیروی خیلی عمده در میدانهای جنگ طالبان است. خب اینکه نمیشه این کار کرد. شما نمیشه در واقع آفاقی صحبت بکنید، در اساس فکت صحبت کرد. نه، فکت ها همین است که طالبان یک نیروی مهم هستن در میدانهای جنگ و تهدید میکنن امنیت انتخابات، و همین دیروز پریروز هم در مکاتب رفتن در خیلی از ولایات با بلندگوها گفتن که شما به انتخابات نرید، وارد انتخابات نشوید. عالم بحث ما این است که از همین حالا، حتی قبل از شروع انتخابات، همین روزای کمپاین ها بود، مگر در شهر کابل بعضی از کمپاین ها مورد حمله واقع نشد که شد در خیلی جاها. اینکه ما با این وضعیت گرفتار جنگ هستیم شکی وجود ندارد. برای همین تاکید ما این بود که گفتگوهای صلح باید به ثمر برسد تا ما بتوانیم بعد از گفتگوها وارد انتخابات بشیم. حالا نظر من این است که اگر ما بریم به انتخابات، ما به یک بحران شدیدتر مواجه خواهیم شد. اولین شاید این باشه که انتخابات نتیجهش قابل قبول نباشه، نه تنها برای ما، برای تیم هایی که مدعی هستن که دارن مدیریت میکنن انتخابات. بعد دوباره ما بریم به طرف حکومت موقت، اما کی؟ بعد از یک بحران دوباره گفتگو با طالبان. و در واقع ما داریم یک دور داریم تکرار میکنیم. شما به سمت انتخابات میرین؟ بله، تا هنوز که تصمیم انصراف طبیعتا نداریم و به طرف انتخابات میریم با همه مشکلاتی که وجود داره. بله، از امنیتی رو آقای پدرام، کیا از شما خواستن که به تیم ثبات همگرایی بپیوندن؟ ببینید، در تیم ثبات و همگرایی ترکیبش متشکل است یک نمایندگان از جنبش ملی اسلامی افغانستان، جناب جنرال دوستو، اون طرف آقای خلیلی، آقای محقق. و ترکیب این تیم طوری هست که با توجه به داعیه‌ای که من نسبت به حل مسائل ملی در افغانستان دارم، چنین استنباط می شود که چون یک از این چهره‌ها در تیم ثبات هستند و همگرایی، شاید من مایل باشم با این تیم بپیوندم. من در اعلامیه هم گفتم در فیسبوک هم که معناش این است که تا 18 سال نفهمیدن که من دنبال چی مسائلی هستم، بلی حاضر فکری و جهانبینی و ایدئولوژیک. حالا زیاد ایدئولوژیک هم نیه، ولی بلی حاضر نگاهی که با مسائل سیاسی اقتصادی افغانستان دارم تفاوت من با آقای عبدالله و آقای غنی چیست؟ بعد ایشان همین اکنون رئیس جمهور هستن، مگر 5 سال نبودن؟ میگن اگه ما باز آمدیم 5 سال دیگه ما کار افغانستان رو به سامان میکنیم.
همین حالا که میگن که ما این کار رو میکنیم، رئیس جمهور است این آقا، اشارم رئیس اجرایی است. بنابراین دوستانی که از من خواستن بیشتر متعلقی به بسیار روشن به شما بگم، مخوام تاجیک و ازبک هزاره بودن در میان صف تقویت شود، ولی من گفتم که نه، ما همون قدر با آقای غنی فاصله داریم که با آقای عبدالله دارم. اما واقعا برای من غنی و عبدالله فرق رو نمی کنم. آیا سلخیت فکری با ایشان ندارم؟ دسته انتخاباتی به صورت رسمی از شما دعوت کرد بپیوندین با اونو؟ رسمی دعوت نکردن، ولی هوادارانی که ما داریم در هر دو طرف مایل هستن و میبینین در صفحات اجتماعی که میگم باید ما متحد بشیم و در این صف در واقع وارد تیم انتخابات هر دو طرف منظورتون دولت سازم هست؟ طبیعتاً دولت سازم. چرا آمدن خانه ما؟ نمایندهشان آمدن؟ درست. ولی ما گفتیم نه نمیشه. آقای پدرام، شما سه روز پیش انتقاد تنده به دکتر عبدالله داشتین، گفتن که به جای گله از غنی باید حواستون جمع می بود و اقتدار را با مأموریت عوض نمی کردن. اگر قدر استاد شهید، منظور استاد ربانی است، دانسته می شد، برای چند چوکی و چند میلیون دلار علیهش کودتا نمی شد. منظورتان چی است؟ ببینید، این کتابی که یک سفیر سابق آمریکا در پاکستان نوشته، اونجا گفته که کیها از جبهه متحد سابق پول گرفت و چی کسای زمینه فراهم کردن که آقای مثل آقای کرزی بیاد برمانی رئیس حکومت موقت بعد بوری بالاخره جمهور بید. یکی از آدم هایی در اون کتاب اسمش گرفته شده آقای دکتر عبدالله است. میگه که ما وقتی در هواپیما پرواز میکردیم در راستان کنفرانس بون، گفتیم جبهه متحد کس کاندیداش، حالا که استاد ربانی نیست و مشهود هم مسئول هم شهید شده، گفتیم بهترین گزینه برای ما آقای کرزی است. و گفتن چرا آقای کرزی است؟ عبدالله میگه در این کتاب نوشته شده، این کتاب فارسی هم ترجمه شده، نشنال بیلدینگ آف تاتار، در واقع دولت سازی بعد از طالبان. اینجا نوشته میکنه که چون تاجیک ها صلاحیت زعامت ندارن، یک پشتون باید رهبر باشه. البته احترام با پشتون ها سوی تفاهم نشود، بس دکتر عبدالله است، من دارم نقل قول میکنم از ایشان و در کتابم هست. دقیقاً دکتر عبدالله همون حرفی رو میزنه که به زبان دیگر قانونی سه بیان کرد، گفت ما چون نمیتوانیم رئیس حکومت باشیم، بعد معاون آدم دوم باشه. عبدالله هم حرفش این بود در اون کتاب که چون البته او تاجیک نیست، البته پشتون است، ولی به هر حال غذاش از تاجیکا میخوره و تغذیه میکنه، این طرف رشد و نموش اینجاست. بعد ایشان میفرماید که تاجیکا صلاحیت اداره مملکت نداره، بنابراین برای اینکه ما بتوانیم این کشور از بحران نجات بدیم، معناش همین است. و این حرف رو پشتون باید. چند میلیون دلار گفتن؟ خب به هر حال امتیاز که بوده، کسی مجانی که مجانی که این کارا رو نمیکنه، یک جای امتیاز داشت و بالاخره از گفته شده که چند میلیون امتیاز داره میگیره. اون در کتاب نوشته شده، پیشنهاد من شما خودتون رو کتاب دفعه نگاه بکن، مقدارش هم گفته شده چند نه یا... به نظر من الان خیلی زیاد میشه این در این باره. به این جهت من گفتم که اون کار وقتی که از غنی اینا توقع داشتن که چرا آقای غنی پیام نداد، و آقای غنی آدم اصولگرا است. آقای غنی، من یک بار دیگه با شما توضیح دادم که دو تا نظر وجود داره. آقای غنی دنبال دولت ملتی هست مبتنی بر یک ساختار قومی محور قومی پشتون. من دنبال یک دولت ملت هستم با محور تاجیک، ازبک، هزاره و پشتون، البته با رسمیت شناختن احترام به یکدیگر. هر دو دولت سازی دو تا نظریه اجتماعی سیاسی در فلسفه سیاسی است. بنابراین اون نکته را من گفتم به آقای عبدالله که آقای غنی اصول داره و تو اصول نداری. شما کمپانی انتخابات را نگاه بکن، غیر قصه، غیر فکاهی، یک دانه تر، یک برنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که به لحاظ علمی قابل نقد باشه یا قابل ابطال باشه، قابل قول کار پوپر شما در زبان اینا نمیبینید، در برنامه ایشان نمیبینید. آقای پدرام، شما یک مسئله دیگر هم میگین، اینکه یک روز باره ای که در بان و بعد از بان به استاد شهید چه گذشت و چه جفاهای در عقل شد سخن خواهم گفت. چی میخواین بگین؟ من در بان بودم، نه برمان عضو هیئت رسمی. من از پاریس رفتم به بون، در همون محل، در همون کاخ، در واقع کافکایی خطرناک تاریک تو در تویی که میشود در رمان های کافکا، همون قصر، در واقع قصر کافکا بود. یعنی شما اگر ایمیجینیسیون بکنین، همون قصر قصر کافکاست. در اینجا جمع شده بودم، من همونجا بودم. فرداش انتخابات من با استاد در تماس شدم، با استاد بعدنش هم صحبت داشتیم. من با استاد گفتم قضیه این ترتیب داره اتفاق میفته. نظر استاد این بود که انتخابات در داخل صورت بگیره، منظورم تصمیم است، حالا انتخابات برای حکومت موقت هر چیزی دیگری، و اونجا نبی تصمیم گیری بشود. اما سران جبهه متحد گفتن که نه، ما همینجا تصمیم میگیریم. شما آقای کریم پاکزاد از رهبران حزب سوسیالیست فرانسه به این مسئله پرداخته که عدم توانایی رهبران جبهه متحد در کنفرانس بن، حتی ما هزاره ها هم گرفتار بحران کرد، یعنی ما هم گرفتار افت کرد. و اونجا بحث استادی بود که در اینجا باید ما تصمیم بگیریم. حرف استاد حرف درستی بود.
من نظرم این است که اگر در داخل انتخابات میشد استاد میتوانست به عنوان رئیس حکومت استعفا بکنن برای در انتخابات بازار کس که میبرد یعنی واقعا علی استاد کودتا شد بنابراین این که دیروز سال جبهه متحد کرد در سالگرد استاد میگن که استاد خودش آمد و سلحامیز قدرت تحویل داد چنین چیزی نبود استاد سلحامیز قدرت تحویل نداد استاد مجبور کردن قدرت را تحویل بدهد این چیزی مسلم است و مسئولیت این کار به عهده رسای جبهه متحد در کنفرانس بن بود من بحثم با عبدالله این بود که اونجا چرا تصمیم نگرفتی اونجا چرا حواست جمع نبود که میگذاشتی مردم در داخل افغانستان انتخاب میکردن و موضوع من در باره روشن بوده حالا هم موضوع من روشن است برای این میگم که آقای غنی اصول داره و آقای عبدالله اصول نداره سران جبهه متحد اصول نداشته بازی های اشاره میبینین همین حالا چطور بازی میکنه بن چه جفایی در حق استاد را بعد از او بله بعد از او امکان دوباره برای کاندیدا بهش ندادن بعد از او خیلی ماجراهایی است که از قصر میخواستن مجبور بسازن حتی وقتی که هنوز خانه شامادان نشده بود قصر به ترک بگوید و بعد این را متهم کردن حتی یکی از دلایلی که گفتن که ما ربانی رو استاد ربانی رو برکنار کرده این بود که گویا استاد ربانی از رهبران اخوان المسلمین است و این ایشان که استاد ربانی رو برکنار کردن دیگه اخوانی نبودن در حالی که اینا مدعی تر از استاد ربانی برای اخوانی بودن و این جفا بود واقعا حالا دارن میگن که نه استاد آمده و ما قدرت مسالمت آمیز تحویل دادیم ابدا این یک اتهام روشن علی استاد ربانی است و بعد شما اشتباه کردین قدرت مسالمت آمیز اصلا قدرت مال شخصی تو خونه بود که مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز انتقال میدادی اگر اون قدرت متعلق به مردم بود به در جریان انتخابات قدرت انتقال بود آخه پدرام شما مذاکرات امریکا و طالبان را پایان یافته نمیدانید و فکر میکنین که توییت دیگه در راه است بدون تردید افغانستان بارها خودشون میگن که رای حل نظامی نداره خواهد داشت که 18 سال باید نهایی میشود یا نداره یا واقعا چنان وانمود میکنن که رای حل نظامی برای حل بحران افغانستان موجود نیست و همین حالا شما وقتی که صفحات اجتماعی را میخونه نگاه میکنیم بس از شروع یک مذاکرات است و تردید نیست مذاکرات با طالبان اثر گرفته خواهد شد و جز مذاکره رای حل دیگه هم نداره بله این مذاکرات هست بسیار تشکر بعد از وقفه و بحث های بیشتری خواهیم پرداخت آقای پدرام ادامه برنامه انتخابات 98 پس از وقفه به ادامه گفتگوی ویژه تولو نیوز با آقای عبداللطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خوش آمدید. آقای پدرام شما با طالبان در مسکو دیدین در البته نماینده های طالبان همونطور در نشست صلح لاهور هم شرکت کردین نشستی که به موضوع صلح افغانستان برگزار شده بود آیا طالبان مستقل هستن؟ ببینید اصولا درباره یک جریانی این معیار نیست که حالا با خوب نگاه میکنیم با بغض حساب میکنیم طالبان یک فنومنن یک فنومنی که دربارهشون کتاب نوشته شده یا پدیده بله یک پدیده ای هستن و یک کتاب آقای حجاریان نوشته و اون عنوان کتابش است که طالبان جریان رادیکالی هستن معطوف به تکلیف وصف قیم معطوف به تکلیف بودن یعنی چیه معناش این است که زیاد دنبال نتیجه نیستن یعنی در واقع دارن تکالیف شرعیشون انجام میدن امکان ناپذیر از به لحاظ علمی لوژیک امکان ممکن نیست یعنی میشود گفت طالبان وابستن ولی خب یک آدم عالی بیره نمیپذیره با شما یک جامعه شناس با شما نمیپذیره طالبان یک مجموعی از یک جریان هستند که آدمای متعدد در داخل اینا هست وابسته غیر وابسته جریان های وابسته به شبکه های استخباراتی اما به طور کلی یک جریانی هست که با درکی که خودش از دین داره با درکی که از متن مقدس ما داره با تفسیری که از متن مقدس داره برای آنچه به نام کشور و آزادی میگه میجنگه اینا اشکال نداره تو نمیشه که برای جنگیدن برای سرزمین حتما باید لیبرال باشی یا مارکسیست لنینیست باشی یا نمیدونم ماویست باشی یا اینا باشی میشه مسلمان بود طالب من بود برای آزادی سرزمینش هم جنگیدن یک بحث است و مسئله ساختار در داخل یک زمین بحث دیگری است و طالبان تا همین کارو میکنن بله طالبان ولی طالب است و با آزادی کشورش میجنگه جنگش بس مشروع است شک وجود نداره باشه بدون ترتیب افغانستان در اشغال است این سوء تفاهم ایجاد نشود پس جنگ نهایی امنیتی افغانستان در برابر طالبان چیست به اجازه بدیم به یک اجازه بدیم من به نیروهای امنیتی احترام دارم در نیروهای امنیتی افغانستان آدمهای وطن دوست حالا وطن پرست نمیگم چون یک آدم علما شاید بگن که خوب نیست وطن پرست گفته در داخل نیروها گروهای متعدد هست برخواسته از ساختارهای مختلف فکری ایدئولوژیک جهان بینی و تفکرات متعدد
آدم های وطن دوست، میهن پرست، آدم های دموکرات، آدم های دارای تفکر، والا با جریان های مختلف و نهله های مختلف اعتقادی. اما نیروهای مسلح در وقتی یک کشور مقامات رهبریش ریاست جمهوری دستگاهی رهبری کننده یک دولت یک نظام وابسته است و در اشغال یک نیروی خارجی است، نیروهای مسلح نمیتوانند دموکراتیک عمل بکنند. این یک بحث بسیار علمی است. من اتفاقا قبل از اینکه اینجا بیام این بحث را میخواندم که در این شرایطی که ما الان در افغانستان باش روبرو هستیم جایگاه نیروهای امنیتی به نام پلیس کجاست و جایگاه ارتش کجاست؟ ببینید ارتش به دلیل ساختار غیر دموکراتیک نظام در جاهایی میجنگه، حتی بعضا مجبور است، مکلف است یک جای مردم خودش هم سرکوب بکنه. اما این مسئله در واقع مردم خودش نمیشود ارتش کریتیک کرد، مردم خودش چون این نظام هست که داره این کارو میکنه. بنابراین ولی بنابراین من به شما میگم که ارتش ما در زمان اتحاد شوروی هم ببینید، پس شما قیاس بکنید، اینطوری نمیشه که مجرد داوری بکنید. همین ارتش در زمان مجاهدین علیه مجاهدین نمی جنگید مگر؟ این 1 میلیون کشته میگن داره ما در زمان جهاد، رهبرای جهادی خود مثال بدن، 2 میلیون زخمی، 1 میلیون شهید. 1 میلیون شهید در کدام میدان ها شهید شده است؟ مگر ارتش مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان با اینها نمی جنگید؟ میگفتن اشرار. خب حالا ما میخوایم مشخصا ببینیم وقتی جنگ طالب مشروع الان این اردو بله. اردو علیه طالبان می جنگه در واقع می شود. اینا قیاس کرده، اینا قیاس مال فارق نیست. خب شما نمیشه قیاس چی میشه آخه؟ نتیجه این است که بله. نتیجه این است که اردو الان با همه احترام به عناصر وطن پرست در داخل اردو در خدمت یک سرقومندان قرار داره که مزدور کشور خارجی است. این شکی نیست، این شکی نیست، تردیدی وجود نداره. اردو میفهمه این حرف، این از وطن پرستی اردو چیزی نمیکنه. اردو قرار نیست که سیاست رهبری بکنه. جنگ طالب اردو اجرا کردن و نیروهای امنیتی در برابر طالب میجنگن. جنگ اینا چی از برابر جنگ طالب؟ اردو در دفاع است، جنگ طالبان در دفاع از سرزمینشون در برابر یک نیروی اشغالگر جنگ درستی است. اما مشکل طالبان سر ساختار حکومت در داخل افغانستان است. مخالفت من با طالبان بر سر جنگ با آمریکایی‌ها نیست. ما می‌پرسیم جنگ نیروهای امنیتی در برابر طالب چیست؟ یک جنگ نادرست است. این جنگ در خدمت نیروهای آمریکایی تمام میشه در بلند مدت. برای همین می‌خوام بگم که نیروهای دموکراتیک، نیروهای اردو و تکلیفشان با این نظام باید مشخص بکنه. برای اینکه خود این اردو نیست که داره تصمیم میگیره. یک آقای به نام سرقومندان اعلی قوای مسلح تعیین کردیم، برای آقای غنی تصمیم میگیره درباره اردو. بعد این اردو را به جنگ روان میکنه. اردو که مقصر درست. نیست. میرسیم به بحث. بنابراین مسئله دفاعی از وطن و دموکراتیک بودن نظام میخوام این حرف را تمام بکنم، چون سوی تفاهم نشود که خود اردو هم باید یاد بگیره متوجه باشه که در خدمت یک آدمی میجنگه که به استقلال افغانستان حرمت قائل نیست. شما گفتین خودش 40 سال بعد آمده اینجا. شما گفتین جنگشون نادرست است. بله. بله این جنگ درست. این جنگ باید درست به خاطر آزادی. ما بخوایم بدونیم آخه پدرام با باور شما چقدر طالب قدرت تصمیم گیری داره واقعا؟ طالب در مسئله قطر که خودشان تصمیم گرفتن، طالب در قطر تصمیم گرفت، قرار بود کمپ دیوید برن، قرار بود چند تا مناطق در اختیار طالبان قرار بدن و طالبان هم پذیرفتن. یک مسئله بود. به اضافه اینکه آقای غنی قرار اطلاعاتی که من دارم 80 میلیون دلار لابی کرده بود برای آمریکایی ها، برای سناتور ها که این پروژه را مختل بکنه. به اضافه فشارهایی در داخل آمریکایی ها اطلاعات چقدر مؤسسه است و قابل اطلاع در حد اطلاع، ولی خب اینکه شما بسیار دقیق بخواید اطلاعات بدید بیاره خب کار سختی است. اما آنچه که من اطلاع دارم این است که وقتی اون مناطق در اختیار طالبان قرار ندادن، طالبان رفتن به کمپ دوید مخالفت کرد. این نرفتن. خود خلیلزاد هم که مذاکره میکرد گفت طالبان اونقدرم که ما خیال میکنیم در اختیار طالبان مخالفت کردن نیستن. یا ترامپ نه طالبان مخالفت کرده بود. این است، هم اینا مخالفت کردن، هم اون مشکل داشت، هم اینا مشکل داشتن. اینها هم با اون شرایطی که با آقای خلیلزاد گفته بودن، اون شرایط تامین نشده بود و در نتیجه اختلاف جا شد و پروسه با هم خورد با اون توییتی که آقای ترامپ ولی این بوده. میخوام بگم که اینطوری نیست که همه طالبان همشون مزدور فلان کشور هست. این نمیشه. این بله ها علمی غلط است. ولی یک عدهشان هستن. ممکن است. یک عدد هر جریان میتونه باشه. بله شکی نیست. در جریان ما هم در هر جریان سیاسی ممکنه است یک عدد آدمای دارای تفکرات باشن. برخی از کشورها حمایت میکنند. اگر خیلی کوتاه طالب صلح میخواه یا نه؟ فعلا که طرفدار صلح بودن دیگه پیشنهاد کردن، ما گفتگو میکنیم. الان به چین سفر کردم، به ایران سفر کردم، میخوان صلح برگزار شود. اما چگونه صلح؟ بعض بر سر این که برای گفتگوهای صلح آماده بودن که بودن دیگه، ورنه در قطر چرا مذاکرات دیدم پیدا نکردم. اما بعض یا تجبس مانده بود، ولی برای صلح خب ما که نمیدونم قلبی از اون چی است، ولی عملا اعلام کردن که برای گفتگوهای صلح آماده هستن و میخوان صلح شه. درست. اما بعض بر سر بناطقی بود جابجا میشه و اینکه در کجا جابجا میشه و چگونه صلح تامین میشه مسئله این بود. ورنه خب مذاکرات صلح رو بدون پیدا. درست. بزرگترین حامی طالبان در منطقه کدام کشور است؟ در منطقه من دقیقا نمیدونم کدام کشور، ولی خب طالبان جای مختلفی پایگاه داشتن. در سعودی پایگاه دارن، در پاکستان پایگاه دارن، در خیلی کشورهای منطقه پایگاه دارن و
ادامه یک جریانی هستن که زمان تقریبا چند سال پیش شروع شده بود. درست. وجود نداره. در منطقه هستن و حالا اینکه کی حمایت میکنه، ولی خب پایگاهشون در کلی منطقه. درست. پاکستان و مشخصا ISI چقدر فکر میکنین به باور شما بالای تصامیم طالبان تاثیرگذاری دارن؟ پاکستان بایسته کشوری مهم در منطقه، هم بر مجاهدین تاثیر داشت هم بر پاکستان تاثیر داشت. در شکلی بر طالبان در شکلی بر طالبان هم یک کشور اثرگذار است. برای همین هم با آمریکایی ها داره گفتگو میکنه و ادعا داره که ما برای صلح در افغانستان کمک میکنیم. اگر پاکستان بر طالبان مؤثر نبود، چه هدف تاثیرگذاری داره؟ با هدف مداخله بدید که حالا اگر مذاکرات صورت بگیره در چی نوع ساختار میخوام پیشنهاد بکنن. تا حال که پاکستانی ها پیشنهاد نکردن که رژیمی در افغانستان مسلط میشود، مستقر میشود، چگونه رژیم باید باشد، به لحاظ ساختار، به لحاظ اقتصادی. اما این اون زبان میشود فهمید که واقعا رژیمی که طالبان پیشنهاد پاکستان پیشنهاد میکنه چی است. ولی الان تنها بحث مذاکرات است و اینا گفتن که ما برای صلح کمک میکنیم، همینطور که روس ها گفتن ما برای صلح کمک میکنیم. ولی پاکستان مداخله میکنه در امور افغانستان یا خیر؟ مداخله دو طرفه است. افغانستان سه تا کشور داره مون دیگر مداخله میکنه، افغانستان، پاکستان، هندوستان. این کاملا روشن است. هند برای جنگ نیابتی، جنگ نیابتی یعنی چی دیگه؟ خب جنگ نیابتی معنیش این است که سر کشمیر هندوها در داخل افغانستان فعال هستند و طبیعتا پاکستانی ها وقتی هندوها در داخل افغانستان فعالن، پاکستانی هم فعال است. این طرف ما هم ادعای ارضی داریم بر پاکستان. هر سه تا کشور با هم دارن درگیر هستن و بنابر از اونها با مراتب مدارج دارن مخالفت. حرفای جو بایدن، حرفای جو بایدن را در ای بی سی نیوز شما به گونه استقبال کردن در مورد نظام فدرالی و همطور بخشی از حرفایش که گفته بود پاکستان سه ولایت شرقی افغانستان کنترل میکنه. میخوایم از شما بپرسیم که چقدر باور دارین که پاکستان سه ولایت شرقی افغانستان زیر کنترلش است؟ من نمیدونم واقعا که مناطق زیر کنترلش است. ظاهرا خب مناطق مستقل مربوط به کشور ما است، مربوط افغانستان است. بحث نفوذ اگر باشه، بله این یک چیز دیگری است که خیلی کشورها در شرق و شمال جنوب در افغانستان نفوذ دارن. اما به هر حال اون بحث جو بایدن برای من این نکته جالب بود که درباره فدرالی کردن افغانستان داشت بحث. ولی یک دلیلش همین بود که اون بحثش این بود که افغانستان گرفتار بحران است و به صورت یک دولت متمرکز اداره نمیشود، بنابراین به ساختار افغانستان فدرالی بشه. به همین بخش دیگه پای جو بایدن شما باور ندارین؟ با اشغال نه، البته به اینکه پاکستان نه. نفوذ یک چیز دیگه است، اما اشغال نه. برای اینکه خب اشغال باشه که کنترل آقای غنی رو به سرزمینش در اشغال است، آمدن سه تا ولایت گرفتن و حضور، بله حضور طبیعتا دارن کشور در افغانستان و برای همین ما میگیم جنگ نیابتی است، ما میگیم که جنگ مداخله است، اینجا گرفتاری درست. وجود دارد و به هر حال نیروهای زیاد درگیر هستند در افغانستان. خود را تای کلام درست. شما گذاشته شدن نام مرز رسمی را به گذرگاه تورخم هم تبریک گفتن، مخالف اسارکشی مرز دیورند هم نیستن. با همه امتیازاتی که اگر قرار باشه شما با پاکستان بتن رئیس جمهور افغانستان شوه، مداخله پاکستان اگر وجود داره پایان پیدا میکنه؟ بدون شک یکی از زمینه‌های کلان درگیری میان ما و پاکستانی ها با پایان میرسد بدون تردید. شما بر 2400 کیلومتر یک مرز اون طرفش میگین از شماست و ادعای در واقع ارضی داریم به یک کشور دیگه، خب معلوم است که شما با این ادعا نمیتوانید ثبات در افغانستان ایجاد بکنید. اگر ما بتوانیم که حالا شده البته دیوار هم شده سیم خاردار کشیدن به این موزل پایان بدیم، بدون تردید یک از مشکلات بسیار کلان ما با پاکستان حل خواهد شد. با اضافه اینکه مشکل ما هم حل میشود، شما نمیتوانید ادعا بکنید که ما یک کشور داریم که باز یک طرفش مرز نداره. یک کشور بدون مرزهاش، یک دولت بدون مرزهاش ولی حاضی حقوقی قابل تعریف نیست. باید کامل باشد، یعنی خطوط جغرافیایی افغانستان مشخص باشد تا شما بگید که ما یک کشور یک وطن دولتی داریم. به این جهت به نظر من این هم به نفع ماست هم به نفع پاکستان است و خیلی از بحران‌ها را کم. ولی در کنار این شما طرفدار نظام فدرالی هستین، این راه حل میدانین. در شرایطی که شما گفتین پاکستان حضور داره و هر کشور دیگه گفتین حضور داره در برخی از ولایات، ممکن است که مثلا یک زون با خواست پاکستان تجزیه شود در صورتی که نظام فدرالی کار مسئله تجزیه در افغانستان نه. این همیشه بحث هم میکنن که در افغانستان اگر نظام فدرالی شد تجزیه میشود. اگر افغانستان قرار باشد تجزیه شود، خیلی موقعیت های دیگر وجود داشت میتوانست تجزیه شود، به خصوص در سالهای بعد از فروپاشی دولت دکتر نجیب الله که تا 2001 و تا سالهای پسین که حکومت انتقالی ایجاد شد و دولت کرزایی رو که اصلا ما ارتش نداشتیم. شما در داخل افغانستان در همین شهر کابل در این ولایت چهار در غرب کابل یک ارتش داشت، نمیدونم شوراسی یک ارتش دیگه داشت، آقای حکمتیار بود طرف خیرخانه و اینا به خیر نیروهای آقای ربانی بود، آقای مسعود بود بله. و جنرال دوستون بود. شما در افغانستان ذهنیت برای تجزیه وجود نداره خوشبختانه، یعنی چنین نیست.
وقتی در اون شرایط افغانستان تجزیه نشد، الان این بحث تجزیه بحث بی‌معنی است واقعا. نه کسی دنبال تجزیه است و نه هم تجزیه میشه. بنابراین فدرالی کردن به نفع ثبات در افغانستان است. واژه تجزیه افغانستان آخر. چون شما خاص کسی نداره. از پیروان احمد شاه مسعود است. فرمانده مسعود یک از الگوهای ما برای آزادی خواهی و استقلال است. شکی وجود نداره. یک از چهره‌هایی است که ما خیلی ازش یادگیریم. شکی ما هرچند این پرسش را یک بار دیگه از شما پرسیده ایم. ما میخواییم یک بار دیگه اینجا مطرح بکنم. احمد شاه مسعود نظام فدرالی را بایست از یک کشور میدانست و این را به صراحت در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کرد. من یک بار به سوال پاسخ دادم، یک مقدار سوی تفاهم هم ایجاد کرد. میخوام اون نکته اینطوری بگم به شما که اول من صحبتهایی که خودم با فرمانده مسعود داشتم اون طرفدار نظام فدرالی بود. این صحبت ها دقیقا چه زمانی؟ وقتی در پاریس بود. پیش از اون وقتی در پنشیر بودم و یک مجله هست پیش از اینکه به پاریس برم. بله. خب در پاریس اون بحث در اتحادیه اروپا کرد، شاید به خاطر ملاحظاتی که در جبهات جنگ داشت با توجه به وضعیت ویژه اون روزها، حضور طالبان و برخی گروه هایی که به هر حال جبهه متحد ساخته بودن. اما همزمان اونجا با یک ژورنالیست به نام وبر که من میشناسم فرانسوی است، مجله منتشر میکرد به نام لوپوان. در مجله لوپوان فرمانده مسعود مصاحبه داشت و در اون مجله لوپوان به صراحت میگه که یکی از راه حل ها برای افغانستان فدرالی کردن است. اگر من بتوانم مشکلات خود را در دو کرانه هندوکش حل کنم، افغانستان فدرالی خواهم کرد. اونم باید دید. اما اون نکته که من با شما گفتم، یک بار شما فرض اینطوری بگیرید که خب فرمانده مسعود در اون زمان آمد و این موازی را مطرح کرد. حالا بود، الان که زنده نیست ما بدونیم فرمانده مسعود واقعا اگر حالا زنده بود واقعا چگونه تصمیم میگرفت. ولی تا زنده بود تصمیمش خوب بود در خیلی عرصه های بسیار کلان. نه ولی فرض کنید که فرمانده مسعود هم مخالف این مسئله باشه، او برود با 30 سال پیش است. ما الان در روزگار دیگر زندگی میکنیم که فرمانده نیست متاسفانه، و در شرایطی که من زندگی میکنم راه جز فدرالیسم وجود نداره، یک چیزی مسلم است. فرض کنید فرمانده مسعود نگفته باشه چیزی را مشکل را در واقع مشکل ایجاد نمیکنه. افغانستان فکر میکنن او زمان فرمانده مسعود فکر میکرد که فدرالیسم باعث تجزیه افغانستان میشه و حال نمیشه. زمان فکر نمیکرد باعث تجزیه میشه. من نمیدونم روی چه ملاحظاتی اونا اون سخن گفتن که مخالفان ما پیوسته اون سخن فرمانده مسعود میارن میگن که فرمانده مسعود مخالف فدرالیسم. همزمان با اون کم بحث کرده اون مجله هم وجود داره که ایشان گفتن که این یک راه حل است. و چندین بار من از همرزمان بسیار نزدیک فرمانده، همه آقای ریگستاری، همه آقای دکتر مهدی، بارها شنیدیم بحث کردیم که حتی نقشه فدرال کردن افغانستان با خط خودش دست ما است. من اگر با آقای ریگستاری نامه نوشتم که آقا بهترین فرصت است شما دست نویسه فرمانده را بدین درباره فدرالیسم، ولی چرا اینا نمیدن؟ نامه هم نوشتم، خط نوشتم، در صفحات هم بهش پیام دادم برای ما بده. بازم تاکید فاصله زیاد بین سخنرانی فرمانده مسعود در پارلمان اتحادیه اروپا و تیمشان برای زمانی بله. اگر فرمانده هم نگفته باشه برای نظر ما این است که افغانستان باید فدرالی بشود با توضیح آنچی الان خدمت شد. درست. در همون مصاحبه شما بزرگترین اشتباه دولت استاد ربانی را دشمنی با پاکستان دانستید و گفتن اشتباه است که احمد شاه مسعود مرتکب شد و گفتن اگر من باشم بیدار بتبره این نکته را توضیح بدم. ما دو مرحله در مبارزه در این مرحله را شما به لحاظ کرونولوژیک تقسیم بکنید، دو تا پریود داریم، دو تا مرحله داریم. یکی دوران جهاد کلا با اتحاد شوروی، یکی دوران مقاومت. دوران مقاومت شکی نیست که اینجا نمیشود و فرمانده مسعود خورده گرفت و انتقاد کرد که چه اتفاق افتاد. این به صورت بسیار درخشان این دوران رهبری کرد و هدایت کرد و شهید شد. اما دوره هایی که استاد در پاکستان بود، دوره های خیلی قدیمی که فرمانده در پاکستان بوده و بعد زمان حکومت موقت تأسیس شد، این جاهایی بود که می بایست این موزل با پاکستانی ها حل می شد. منظور من از اشتباه اون مسئله بود که نباید ما گرفتار تنش های جدی به خصوص نباید این جبهه که امکانات فراوانی در اختیار جاش برای رهبری مملکت گرفتار اون بحران ها با پاکستانی ها می شد. که من الان هم نظر من این است که اگر من باشم در رأس قدرت یا حتی قدرت هم نباشه، برای اون یک شهروند طرفدار اینم که این مشکل با پاکستان باید حل بشود. خانه رابطه خوب با پاکستان است. رابطه خوب داشته باشیم تا ما وارد بحران نشیم. آقای پدرام شما دیورند موضوع پایان یافته میدانین، ولی اگر مردم شما را انتخاب بکنن به عنوان رئیس جمهور و شما بخواین که یک بار دیگه به همین مسئله تاکید بکنین و به مخالفت مردم مواجه شوین، چی میکنین؟ ببینید یک آیه هست وقتی که حضرت موسی میره بگم که بعد بیام به این مسئله میره به سینا، به کوی سینا بر میگرده، برادرش هارون نماینده ایش هست، میگه تو قوم اداره بکن، میگه یک سامری گوساله چیزی میسازه، بالاخره او اتفاقات میفته. بعد موسی بهش میگه که
چرا اداره کرده نتونست؟ گفت اگر من این اداره میکردم یعنی اجازه نمیدادم قوم متفرق میشد. یک بحث فقهی کلامی تفسیری درباره این آیه هست بین ملکیان آقای خراتمی یک بحثی شده. بحث ملکیان این است که بعضی مواقع ممکن است یک جمع کلان بر امر پافشاری بکنه که او امر باطل است. بنابراین اتحاد اکثریت مردم دلیلی برای نمیشد شما برای اون یک روشنفکر یک امر باطل بپذیرید. من نظرم این است که مسئله دوران پایان یافته است. ولی در نظام های مردم سالار رأی مردم و نظر مردم مهم نه است. نظر مهم است. نظر در رأی دهی مهم، در رأی گیری مهم است. نه در طرح مسئله. من دارم برمان یک روشن فکر طرح مسئله میکنم. میگم این پایان یافته است. اولی حاضی حقوقی. رأی مردم چیزی است. طرح مسئله چیزی دیگری است. مردم میتوانند برای کمر باطلم به نظر موافق بودن. این شده در تاریخ. تو نبوده که نشده. این جنگا برای چی است؟ من نمیخوام وارد بحث های بسیار بسیار جامعه شناسی بشه من برنده خب ما میتونیم خیلی جاها اعتراض بکنیم یعنی نیست که چون اکثریت مردم مخالفت هم درست است جدی نمیگیرن شما الان مثلا شما از پاکستانی‌ها بخواید که بین رفراندوم بکنیم که کابل با ما باشه با شما باشه واقعا احمقانه است یعنی چی سرزمین کشور دیگه رو دارن رفراندوم مثلا طرفدار رفراندوم نیستن شما بچه‌ها که می‌خواید رفراندوم بکنید با اجازه کدام سند حقوقی با چه دلیل آدم دیوانه باشه واقعا این گونه فکر بکنه مردم گفتن مردم چیز غلط هم میگن رأی مردم بسیار مهم نیست خیلی جاها حقیقت مهمتر است من مثال حضرت موسی را براتون دادم در اون جدال بر سر گوساله سامری که گفت اشکال نداره شما به طرف حق هم میگرفتید نه طرف مردم اگر قرار بود همه مردم همیشه نظرشون مهمه چرا پیامبران نازل شدن برای مردم خب میگذاشتن با اون باطل خودشان میرفتن متفرق هم نمیشدن یکی از کارهای پیامبر آمد اول متفرقشان کردن باز دوباره جمعشان کردن به طرف توحید این طبیعی است بنابراین اون رای زیاد برای من مهم درست چند پرسش دیگه هم در مورد فدرالیسم همونطور که از اظهارات جو بایدن یاد کردیم در سال 1390 نشست برگزار شد بین اعضای کنگره آمریکا با احزاب سیاسی افغانستان در برلین و در اونجا بحث فدرالیسم مطرح شد و سپردن 9 ولایت به طالبان ظاهرا در اظهارات اشتراک کننده های این بحث بود که شماری در افغانستان دسیسه جهانی خواندن خصوصا بحث فدرالیسم به دلیل از اینکه باور اونها همی بود که فدرالیسم باعث تجزیه میشه نیازمند دلایل بیشتر است ببینید دسیسه جهانی خواندن این واقعا چی آمریکا اینجا هستن بعد میگن اگه آمریکایی‌ها نبودن ما متلاشی میشیم ارتش ما متلاشی میشد کشور ما متلاشی میشود بعد همون کشوری که اینجا را اداره میکنه به لحاظ فکری به لحاظ اقتصادی به لحاظ سیاسی و امیر و فرمانروای این سرزمین است و بادار و خدایگان این سرزمین است که من در بحث دیالکتیک خدایگان و بنده هگل به شما گفتم همین آدم کشورش رژیمش فدرالی هست همین کشور دنیا را داره اداره میکنه فدراتیف روسیه امارات متحده عربی امپراتورهای قبلی اسلامی هم ساختارشون فدرال مگر ترکای عثمانی چی بودن مگر خلافت بغداد اونجا نبود اینجا آقای محمود غزنوی چیکاره بود مگر یک سرباز خلیفه بغداد بود اون ماجرای نامه از او خلیفه بغداد معروف است که گفت من میام زیر ولی شاید شما فیلتر هم میکنم اون برای اجتماعی ساختار اجتماعی در مردم فیل بله. در هر کشور فرق میکنه اصلا واقعا بدون دلیل بدون استدلال است یعنی اون آدمایی که میگن افغانستان اگر فدرال شد باعث تجزیه میشود یا کشورهای دیگه دارن مداخله میکنن کدام کشور مداخله کرده غیر از من کدام کشوری که اومده فدرالی گفته تا آخر جو بایدن گفته کدام از برای ما بگی اگه بحث فدرالی بوده من حزب کنگره ملی ما بحث مطرح کردیم هیچ کشوری هم تا این اواخر که آقای جو بایدن آمد مطرح کرد در مناظره مطبوعاتش که افغانستان باید فدرالی شود من ندیدم آمده باشه از موضوع ما دفاع کرده باشه رسما که بلی افغانستان باید فدرالی شود در کجا مداخله کردن کشورها متوجه که نمی حرفی مفت به قول آقای ملکیان نمیشه بزن وقتی شما سخن میگین دلیلش هم باید داشته باشه کدام کشور مداخله کرده برای تجزیه کردن اون هم از طریق فدرالیسم بله میشه که دلایل مطرح بکنیم مثلا تصور بکنه 9 ولایت شما میگین ایالت فدرال جنوب ولی رقمش را نگفتن که ولایت به طالبان داده شود و از جانب دیگه حرف جو بایدن هم قبول بکنیم که بله. پاکستان 3 ولایت شرقی افغانستان را کنترل میکنه در این صورت که کشورهای همسایه نفوذ دارن حضور دارن شما گفتین چطور قبول بکنیم که یک کشور نخواه افغانستان تجزیه شود به سال و کشورهایی که خواهان مداخله هستن کشورهایی که تا سالها کارشان دیده شده شب وقتی حفظ امنیت ملی افغانستان مطرح می شود امنیت ملی دو تا بحث داره یک جنبه سلبی داره یعنی یه چیزهایی داره که باعث خطر در داخل کشور بخواه منتفیش بکنه یک چیزهایی رو باید ایجاب بکنه بسازیش
افغانستان وقتی من میگم افغانستان فدرالی شود تنها بحث داخلی مطرح نیست. من در بحثی مربوط به فدرالی شدن افغانستان منافع متقابلا مفید کشورهای منطقه را مد نظر دارم. من نظرم این است که اگر افغانستان فدرالی شود ما در سطوح معینی از تجارت و رونق اقتصادی میتوانیم در جریان معاملات اقتصادی تجاری برخی از خواسته های کشورها را برای تجارت در این منطقه جبران بکنیم، پاسخ بگیم. یعنی ما میتونیم در حوزه جنوب غرب ایران فراهم بکنیم زمینش، در هرات بزنس بکنن، تجارت بکنن، در اینجا پاکستانی ها، در اونجا هم تاجیکستان، و ما در واقع فدرالیزه شدن را تعمیم ببخشیم به حوزه های تجاری و اون خواسته را ما جمع بکنیم، پاسخ بدیم تا ما گرفتار بحران و تجزیه نشیم. و اصلا بحث تجزیه هم کنار ندارم. وقتی شما میبینید در این جهانی که الان ما داریم زندگی میکنیم و این سازمان ملل و شورای امنیت نمیشه چه کشور رو بندش غال بکنیم به این معنی که بگیری ملحق بسازی به خاک خودت. درست. امکان ناپذیره. درست. یک سخنی از آقای کرزی هم وجود داره که در سال 90 گفته بودن که افغانستان حداقل به 10 سال دیگه باید دارای نظام ریاستی باشه. این یک نظر هست که آقای کرزی مطرح کرد. من میخوام بسیار کوتاه نظر آقای وردک را معاون دوم تانه در مورد فدرالیسم داشته باشه، مگر شما موافق باشه؟ حتما حتما. شما که با آقای وردک هم بتین برسانین. آقای وردک، ما میخواییم دیدگاهتان بسیار کوتاه درباره فدرالیسم داشته باشیم. شما چقدر باور دارین که راه حل بحران افغانستان فدرالیسم است، تغییر ساختار و فدرالیسم از ریاستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه بزرگا، به اجازه جناب دکتر سیب، ما مسئله فدرال بسیار دوستا از ما پرسان میکنه در مورد فدرال. بکات پدرال ما در مورد به هر کسی که ما جواب دادیم میگیم پدرال یک عصر نو، یک زندگی نو برای مردم افغانستان، یک رای حل انسانی و و و بسیار منطقی است. برای ما قابل قبول است. پدرال یک چیزی نو است و برای کل افغانستان، در مورد افغانستان ما نمیتونیم که دی حالتا اگر در افغانستان آرامی میامد ای ریاست های جمهوری و ای ریاست های صدارتی و ای گپا حال وقت افغانستان به ای حالت نمیرفت. نو پدرال برای افغانستان و برای ما قبول قبول به ای خاطر است که یک رای نو، یک رای حل، یک زندگی نو برای مردم افغانستان. فکر نمیکنین که فدرالیسم باعث تجزیه شود؟ نه در نه نه افغانستان کشوری که کثیرالقومیتی است، اقوام مختلف نه زندگی میکنند. هیچ نه از نه جناب پدرام صاحب نظر است و نه از نظام فدرالی یک قانون است که افغانستان تجزیه بسازد. بسیار تشکر. فرصت داریم به چند پرسش دیگه و بعدش از هزار هم سوالای خواهیم گرفت. اما تو که شما حالم تاکید کردین، در جای دیگه هم گفتین که ایران مثلا با برنامه های ما موافق نیست. چرا فکر میکنین موافق نیست؟ ایران کشوری چند قومی است. یعنی این تکثرگرایی که الان ما در داخل افغانستان بحث داره، متکثر بودن که هنوز مورد بازبینی اندیشه و تاریخ واقعی هم قرار نگرفته، این در ایران هم این وضعیت است. در ایران اقوام مختلف زندگی میکنن. کردها هستن، بلوچ ها هستن، عرب ها هستن، ترکمن ها هستن، خیلی ها. و در این سالهای پسین در ایران هم این مسئله مطرح شد که چگونه بتوانند ترک ها بس چنین است که فارسی ها زبان فارسی در ایران سلطه داره بر ما و ما امکاناتمون کمتر است. بس چنین است که یک سلطه زبان فرهنگی در ایران بر ما وجود داره. پس مذهبی مسئله بس زبان هم است. و بسیار از متفکرانشان آمدن میگن که ایران باید به صورت یک دولت فدرالی داره بشود. اما خود جمهور اسلامی ایران با این ساختار فدرالی در کشور موافق نیست. میگن این برای ما مشکل ایجاد میکنه. بنابراین طعن فدرالی کردنی که ما در افغانستان مطرح میکنیم طبیعتا مورد اتفاق ایران نیست. و این نکته است. من میخوام ببینن مخاطبان ما که پیوسته ما را متهم میکنن که ما مربوطی به ایران هستیم چون به زبان فارسی سخن میگیم، بحث دیگری است. اما در مسائل فدرال کردن افغانستان این سیاست برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست. برای اینکه اگر در همسایگی جمهوری اسلامی ایران یک ساختار فدرالی ایجاد بشود، مسلما بر بقیه اقوام در ایران تاثیر خواهد کرد. یعنی این به عنوان یک مدل، به عنوان یک الگو میتواند اونجا تسری پیدا بکنه، حداقل بهش نگاه میکنند. با این جهت من گفتم که ایران واقعا با این مسئله موافق نیست و خیلی بحثی در زمینه فرهنگی داریم. البته اون گفتگوهایی از بر سر گذشته، اما واقعا بحثی است که باید روشن باشه برای مردم. بعد از وقفه ادامه تیم ادامه برنامه پس از وقفه. به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای پدرام، اولین کارتان برای سال پس از پیروزی چی خواهد بود؟
ببینید صلح بسخن حسره المجموعی از پندارهایی نیست که شما سر هم بندی بکنین و بگذارین بعد بیاین به صلح برسید. اولین مسئله برای ما برای رسیدن به صلح گفتگو با جریان‌های مخالف در چارچوب یک ساختار دموکراتیک است. و به این معنی که یک طرف اساسی قضیه الان طالبان هستن برای جنگ و برای صلح در افغانستان. که میخواین با اونام گفتگو بکنید. مسلما شما که نمیتوانید با یک از طرف اساسی که باعث بی‌ثباتی شدن در جریان جنگ گفتگو نکنید. اما این یکی از مسائل است و مسئله مهم است. اما صلح در معنای گسترده کلمه نیازمند بازسازی و اصلاحات در داخل نهادهای داخلی کشور است. مثلا اگر طالب گفتگو با شما را نپذیره چی میکنه؟ اگر گفتگو را نپذیره طالب طبیعتاً چیزی که میمانه جنگ است. این دیگه مسلم است. شکی وجود نداره. من الان پیشتر در رابطه با خواهی مثلا که بحث کردم که مجبورن جنگ بکنن، این یک بحث دیگه است. اما نیت ما برای رسیدن به صلح هست از طریق گفتگو و از طریق تفاهم. در غیر از او که نمیشه شما افغانستان در اختیار طالبان قرار بدین، باز جنگ داخلی میشه، کشتار میشه، توجه کردین؟ ولی راه گفتگو است. اولی هر دولتی ملی که الان برسه به قدرت، هر کسی باشه، باید اصل بر سر گفتگو بگذارد، حتی اگر به لحاظ اخلاقی مشکلی باشه که ما بتانیم برسیم به یک ثبات، ولی اخلاقا ما حق نداریم طرح جنگ بکنیم. شما چطور در کشور خودتان که روزانه الان 45,000 آدم تا 3-4 سال کشته شده تجویز جنگ میکنین؟ یک آدمی خوب، یک شهروند که این کارو میکنه. بله آقای پدرام، شما به یک زمان فکر اتحاد با طالبان و بدخشان هم در سر داشتیم در 24 سال 97، ولی در 10 می سال 2019 دوچ ویله گزارش داد که مردم از مناطق تحت کنترل طالبان در بدخشان فرار میکنند. به نقل از یک باشنده محل نوشت که رنجی که مردم بدخشان از دست طالبان میکشند بسیار زیاد است. شما با همه گروه اتحاد میکردین؟ بحث ما بر سر تذکیره بود. بحث شد که تذکیره های الکترونیکی باید اختصاصم به نام یک قوم شد. مثلا بحثی که ما در شورای ملی داشتیم با برادران پشتون و مانوز بکومن تاجیکمان، یک قانونی رو ما تصویب کردیم با قانون ثبت احوال نفوس 93 و اونجا بحث این بود که تذکره باید معرف هویت اقوام مختلف باشه. اون بحثی که ما در بدخشان داشتیم سر این تذکره بود که اگر سیاست های آقای غنی معطوف به سلطه یک جانبه قومی باشه و برای در واقع استملت کردن یک قوم دیگر و هویت زدایی باشه، ولی حاضر که از نظر حقوق بشر و یک پاکسازی فرهنگی است که جرم است، یک جنایتی بشری است. با طالب اگر چنین باشه مسلما با طالبان در بدخشان سر این که از این هویت دفاع بکنیم ما باید گپ بزنیم. طالبان گروهی که هویت مطرحش اشکال نداره. ببینید شما یک جایی میتونید با او بجنگید، ولی بحث هویت یک بحث دیگری بود. اگر چنین بحث مطرح باشه، اگر یک جایی ببینید یک حق پایمال شده، یک حق تلف شده، با شما نمیشود گفت که چون فلانی آدم یا فلانی جریان با اتحاد میکنن در برابر کی؟ اتحاد برای دفاع از هویت در برابر تهاجم در واقع سلطه طلبانه یا آقای غنی. بسیار روشن و سریع تا ما اینو برمیگردندیم، تا اعتنا میکرد و تمکین میکرد به قانون ثبت احوال نفوس مصوب 93. ولی در برابر کی میجنگید؟ در برابر کی میجنگید؟ در برابر دولت، در برابر دولتی که میخواد حق به غیر تلف بکنه و داره به صورت یک ساختار دیکتاتوری عمل میکنه. و البته میدونید وقتی من دیکتاتوری میگم، دیکتاتوری با استبداد فرق میکنه. به قول هانا آرنت ساختار دیکتاتوری یک ساختار مدرن است، استبداد یک بحث کلاسیک است. آنچه آقای غنی انجام داد یک دیکتاتوری به معنی دقیق کلمه هانا آرنت بود، یعنی اسیمیلیسیون خطی بود. و طبیعتا در چنین موقعیتی هر کسی حق داره از خودش دفاع بکنه. درست. و این حق مسلم است و مشروع است. آقای پدرام، اگه در کار تامین صلح ناکام شوین، مثلا در 2 سال اول کارتان چی میکنه؟ ببینید اینکه نمیشه فرض بر این گذاشت ما ناکام میشویم. اگر رای حل درست سنجیده شود برای رسیدن به صلح، چرا باید ناکام بشیم؟ ببین طالبان خواسته دارن. طالبان نمیخوان بیان تسلیم بشن به سوای یک متر. طالبان میگن ما برمان یک جریان میخوایم در ساختار حکومت شرکت بکنیم و با این ساختار. درست است؟ بس امارت اسلامی را مطرح کرد. من در رابطه با امارت اسلامی گفتم که امارت اسلامی برای کل کشور، برای افغانستان پذیرفتنی نیست. چون من شخصا یک جمهوری خواه هستم و ارزش جمهوری برای من یک بحث دیگری در جامعه شناسی سیاسی دارد که نمیشود اینو با ساختار اماراتی تعویض کرد. اما اگر مسئله امارات اسلامی برای طالبان خیلی مسئله مهمه هست و واقعا به لحاظ ایدئولوژیک بهش نگاه میکنن، اعتقادی بهش نگاه میکنن، در ایالاتی که میشود در جریان انتخابات ببرن و یک ساختار فدرالی اگر شود، میشه نام یکی از این ایالات امارات اسلامی طالبان باشه تا این مشکلشان حل بشه.
ولی برای تعمیم دادن این بحث به سراسر کشور مسلما ما مشکل خواهیم داشت و با این مخالفت خواهد شد. مگر حتی اگر مذاکرات هم آغاز شود روی این مسئله شما به نتیجه نمیرسید. مسلما این بحث برای سراسر کشور مشکل زا هست، مشکل ایجاد میکنه برای اینکه بحث امارات طالبان با این کنسپت امارات پشت سرش یک حالت غیر دموکراتیک است، نه از اون نظر که شما خیال بین تنها بحث فدرالیزه کردن درش باشه، از این نظر اشکال وجود نداره، ولی باز این پیام اون حالت دموکراتیک بر نمیتابه برابر این، ولی اگر در مناطق اینا طرفدار دارن که این امارات امارات باشه چرا امارات نباشه، میتوانن انتخاب بکنن امارات بسازن. درست آقای بدرام، فرصت کوتاهی داریم و پرسش هم خواهیم داشت. چرا قانون اساسی را شما مزخرف میدانین؟ قانون اساسی چند تا مشکل داره. یک یاد داشته خدا رحمت کنه آقای محسنی داشتن، چون خودشان از آدمایی بودن که این قانون اساسی رو نظارت داشتن بر نوشتنش، حالا نظر دادن برای از فقاهتی برای از فقهی، اونا فرمودن که این قانون در تقریبا 33 جای دست برد زده شد. شما ایره پیش بعد ما دو تا متن در اختیار داریم، یکی متنی که با امضای مرحوم مجددی است، یک متنی که بعدا تصویب شد. این مزخرف برای این است که این مصوب اون قانون اساسی مصوب لوجرگه قانون اساسی نبود. اون قانون اساسی مصوب لوجرگه قانون اساسی بود که چاپ نشد. چند مورد مهمه که جعل شده؟ یک مورد موردی که بعد باعث مناقشه کلان در پارلمان و شورای ملی شد، مسئله این جمله اصلاحات ملی بود. اصلاحات ملی در متن مصوب قانون اساسی که آقای مجدد امضا کرده وجود نداره. این یک اشکال بسیار جدی بود و پیامدش بحث پوهنتون و دانشگاه و جنجالی که تا الان ما نتوانستیم اینو حل بکنیم. هنوز قانون تسهیلاتوری را ما نتوانستیم تسهیل بکنیم. مورد دیگه چی است؟ یک مورد دیگه. مورد دیگری در قانون اساسی وجود داشت، مسئله حقوق شهروندی عادلانه رعایت نشده بود. و در این قانون یک جای آمده حق شهروندی برابر است، همه در برابر قانون، اما مثلا به طور خاص هندوها وارد پارلمان نتونسته بودن بشن در چند دوره چون هندو بودن. خب نمیشه شما قانون اساسی داشته باشین که چند تا از شهروندانتان بتونن وارد مجلس نمایندگان شون ولی بقیه شهروندان کشور وارد مجلس نمایندگان نشن. تشکر. مثلا من قانون درستی نیست. بسیار تشکر. چند پرسش میگیریم از هزار و به تقریب پرسش دیگه هم وجود خواهد داشت. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. انجینیر قدی سامانی هستم، معاون شورای همبستگی تاجیک های افغانستان. ما پرسش یک از جناب دکتر صاحب داروی است که به نظر ما البته جمهوری اسلامی فدرال و جمهوری دموکراتیک فدرال به نظر ما است که 34 ولایتی که ما در افغانستان داریم با حفظ این 34 یا 35 ولایتی که در آینده تشکیل میشه وی باید به زونای دموکراتیک یا به زونای فدرال اسلامی تبدیل شود و این زونا از خود رئیس دارند، از خود پلیس فدرال دارند، از خود مثلا محکمه فدرال دارند. از بعد در مجموع سوال ما این است که اینا ایالت ها همچون دولت های محلی ایجاد میشه و دراز جمهوری فدرال است. یعنی به مفهوم از این که خود جمهوری فدرال ممثل تنظیم یک دولت دموکراتیک مرکزی است که نمیتونه ایالت ها در رابطه با مسائل جهانی یا سیاست خارجی کدام کاری بکنن یا تجزیه شوند. تمام فدرالایی که مثل خود پاکستان است، هندستان است و تمام کشورهای که سوال من میخوام نهایی میگم، یعنی در زبانهای مختلف، ملیتهای مختلف، اقوام مختلف است، یعنی توانستن که در جمهوری فدرال چیزانو زندگی کنند. چرا در افغانستان وقتی که کنگره ملی نظام فدرال، دموکراتیک فدرال و جمهوری اسلامی فدرال میخواید، بعضی از دوستای در افغانستان ما داریم که میگن این تجزیه است، الان که یا از لحاظ فهم ضعیف هستن یا ای که در اینجا یک بغض و کینه وجود داره که در برابر نظام فدرال یا تقسیم شدن قدرت از لحاظ قانونی به مردم افغانستان دارن که میخواین حاکمیت داشته. تشکر زیاد. سوال از شما. به نام خدا، شبتان بخیر. هشمه شمال هستم، دانش یافته حقوق مساوی. ما سوال ما متفاوت است. سوال ما قسمی است که دیدگاه دکتر صاحب در مورد موسیقی چی است، به دلیل از اینکه ما چند شب قبل شاهد دیدگاه یکی از نامزد منظورتان آقای حکمتیار است. بله. خب. در مورد موسیقی بود که آیا دیدگاه از اونا از نظر روا و ناروا از بشک تبصره نکنیم در مورد دیدگاه اونا، دیدگاه خود آقای پدرام را باز خود داشتیم. بله. سوال دیگه اگر خانم‌ها سوال داشته باشن، غیر او کسی دیگه اگه سوال داره بفرمایید.
به نام خدا با عرض احترام مزار دکتر سیف و بیننده های عزیز مهمانان گرامی ساعت الله اندیشمند هستم پژوهشگر پرسش من از جناب دکتر سیفی بود که شما در نگاه اغلبی مردم افغانستان به ایمان گویا یک گرایش تبارگرایانه دارین و بعد از اینکه شما پیروز انتخابات شدین چگونه این معضل باوری را حل میکنین پرسش دومین دیگه هم این بود که طرح شما در باره مسائل دینی چی هست مسائل تشکر. دینی بله تشکر تشکر مجدد جناب آقای ساماری مسئله این که چطور در افغانستان علیه فدرالیسم تبلیغ میکنن خوب دسته تا دلیل بیشتر نداره یک کدام مغرضن واقعا یک کدام خیال میکنن که با فدرال شدن کشور در واقع امتیازات را از دست میده منظورم تنها این قوم خاص نیست این بعض در داخل اقوام مطرح است در داخل الیت جامعه مطرح است درک ساختار دموکراتیک فدرال در واقع این آدم های قدرتمندی که در ایالات در ولایات هستند با انتخابات کادرهای جوان و نسل جوان در مناطق خودشان روبرو میشن بنابراین این نیست شاید بزرگ من روشن بگم این نیست که یک الیت پشتون مخالف هستن الیت تاجیک هم با این مخالف است الیت ازبک هم با این مخالف است برای اینکه رقابت میره با محلات با زونهای فدرال و مردم خودشان جوانای خودشان در برابر از اینا وارد میدان میشوند بنابراین اینا از این بابت کدام مغرضن یک کدام نمیدانم واقعا بحث فدرالیسم چی است برای اینکه به هر حال بحث تئوریک کلام کار داره که باید بهش کار بکنیم ولی به هیچ عنوان تجزیه نیست و شما میدونید نمونه زیاد کشورهای کلان داریم که تقریبا میشه 40 کشور که حالا آمار من دارم بیشتر تقریبا چیزی حدود 2 میلیارد جمعیت جهان با ساختار فدرالی اداره میشود بنابراین یک رژیم دموکراتیک است و جامعه شناسا میگن که جمهوری هاست فدرالیسم درست بنابراین سوال بعدی دو در مورد آقای شمال فرمان برای موسیقی ما در این بحث خیلی جدی است امام غزالی مطرح کرده در متکلم ما را مطرح کردن و دو تا اصطلاح در اینجا به کار میبرن میگن موسیقی غنا و موسیقی غیر غنایی یعنی اصلا میگن موسیقی مطرب منظور فقهای ما شوستنی از موسیقی غنایی این است که این موسیقی کاباره موسیقی دیسکوها موسیقی که باعث در واقع بزم خیلی از فقها باعث چی میشه تحریک احساسات خاصی در محلات خاصی میشود این نوع موسیقی از نظر فقها قابل قبول نیست حتی نه تنها خودش حتی منبعش اما موسیقی که ببینید مثلا سرود مارش شما میدان جنگ است جنگ است روز استقلال است یا شما به خاطر کار مهم مردمتون بسیج میکنین خب مثلا یک سرود را می نوازین این موسیقی در همه جای هست آواز پرنده ها دریا اینا که نمیشه موسیقی را کلا نادیده گرفت این موسیقی از نظر اسلام از نظر فقهای ما مشکلی نداره این ما واقعا مشکل نداریم با این موسیقی البته رای فقها متفاوت است غزالی در این باره بحث داره سر خود منابع موسیقی هم این آقای لنکرانی که از مشاهده بسیار کلان ایرانی است میگه که در صورتی که باعث فساد نشود حتی تولید آلات موسیقی هم مشکلی نداره اما اگر باعث فساد شود بعضی از فقها نظرشان این است که خود آلات موسیقی هم نه به تولید شود بنابراین من به هر حال طرفدار ممنوع شدن موسیقی نیستم ولی من خودم از جمله آدمایی هستم طرفدار یک موسیقی بسیار متعالی این موسیقی توان با کلام خیلی مختصر میخوام بگم نه. که این قرنهای پسین به وجود آمد اصل موسیقی بدون ملازمت با کلام است یعنی خود اون موسیقی که مولانا میگه رباب اینا اصلا شعر نداشته کسی نبوده بیا آواز بخونه آواز خواندن یک چیز بعدی است که وارد موسیقی شده بنابراین این یک بحث علمی خیلی پیچیده است من در این رابطه با خالات نوشتایی هم دارم ولی من طبیعتا مخالف نیستم اما اصالت و یک وارستگی یک متعالی بودن باید در موسیقی و در هر هنری نه تنها در موسیقی در نقاشی در مجسمه سازی در هر کاری واقعا کار متعالی باید کرده کار در واقع ردهای پایین چون در هنر کار متوسط، کار درجه دو، درجه سی واقعا اهمیتی نداره. هنر یا تاپ است یا هیچ. من در هنر با کار متوسط باور ندارم. همینطور در موسیقی. اما در رابطه با زن هم مشکل نداره حتما. نه مسلمه. در همون تعبیری که من از موسیقی دارم با این چیزی. من مشکل ندارم. و دوست ما سوال کرده بود در رابطه با اینکه اگر ما حاکم بشیم به اثر قومی خواهیم کرد. نه. همین دوستان ما که بشه در رادیو در تلویزیون ها به من انتقاد میکنن که شما متعصب هستین من میگم که خب اون نمونه یا اون مصداق تعصب در بیرون برای من بگین در کجا یک جمله یک حرف پیدا بکنین که بیانگر تعصب من یا در واقع دیسکریمینیشن یا تعویض نسبت به قوم دیگری یا شهروند دیگری باشه اینو نمیگم خب. من میگم که هم پوانتون باشه هم دانشگاه
هم پشتون باشه، هم ازبک باشه، هم هزاره باشه، یک جمهوری دموکراتیک داشته باشیم و یکی دیگر ما احترام بگذاریم و سرزن بینمان را بکنیم. خب این کجاش سجدی است؟ خب این تبلیغات است. طبیعتاً اسلام که ما مسلمان هستیم، با دین که مشکل نداره مسلمان. خب به دلیل ازی شاید ایره پرسیدن که شما را برخی از پشتیبانان سکولاریزم هم میدانن از من یک مسلمان صاف ساده هستم و برای عدالت مبارزه میکنم. حالا مگه مشخص بپرسیم مثلا در جمهوری فدرال مد نظر شما جمهوری فدرال اسلامی خواهد بود یا فقط جمهوری فدرال؟ اشکالی نداره مردم انتخاب بکنن، بزرگو انتخاب بکنن، هر چی نامش انتخاب شما چی است؟ مسئله برای من این است که این ساختار تعویض شود، بعد به قشر میگذاریم برای بزرگان. درست. با توزیع تذکره الکترونیکی به اساس مصوبه سال 93 شما مشکل نداشتین؟ به شرم اشاره کردین. نه، اون واقعا نه، یعنی بله. در واقع و اتفاق رسیدیم برنامه‌ای. اگر توضیح میشد به اساس همون مصوبه چه تغییری در حکومت داری، در امنیت، در شناسایی دقیق شهروندان و مورد از قبل می آمد؟ من یک بار با در همین اواخر که بزرگان از دستگاه راستای جمهوری آمده بودند و درباره انتخابات نظر ما کاندیداها را میپرسیدند، طبعا جای دیگه رفته بودند و منزل ما آمدند، من گفتم بهشون که چرا آقای غنی چنین اشتباهی را مرتکب شد؟ همون تذکیره‌ای که ما تصویب کردیم، قانون ثبت احوال نفوذ، تذکیره در زمان ظاهرشاه همون تذکیره بود، زمان نادرخان همون تذکیره بود، زمان ظاهرشاه دکتر نجیب و استاد ربانی طالبان. ولی این بار با مخالفت‌های روبرو شد، کسانی آمدن تظاهرات کردن، راهپیمایی کردن. اون کار نادرستی بود، اون کار نادرستی بود و اونجا ببینید آقای محقق خیلی ها آمدن عکس العمل نشان دادن. اونجا نوشته است تذکیره جمهوری اسلامی افغانستان، این کفایت میکنه. خب بعدشان آمدن گفتن نه، مثلا ترکمن افغان، ازبک افغان، یعنی این مضاعف کردن یک خاص انحصار طلبانه باعث شد. ولی ما میخوایم مشخصا بفهمیم که اگر شناسنامه الکترونیکی توضیح میشد در حکومت داری، در بحث امنیت و موارد از این قبیل چه تغییر میامد؟ ببینید شما وقتی که خیلی روشن فکرانه به قضیه نگاه بکنید، تنهایی نیست که شما امنیت داشته باشین، امنیت نداشته باشین. یک سلسله ارزش هایی هست که قابل فروگذاشت نیست. ارزش هایی یعنی چی؟ شما در روابط بین المللی یک قاعده داریم برای مثلا قاعده نفی سبیل، یک اصل اسلامی است، یک ویتوز برای کشورهای اسلامی در رابطه با کشورهای قدرتمند، که حالا این بحث پیمان امنیت ما در بارش گفتیم که مطابق این اصل فقهی این پیمان برخلاف دین است، یعنی برخلاف اصول مسلم دین است، برخلاف اصول مسلم فقهی ما است. مو بس ما این است که وقتی که شما من امنیت اون طرف هویت، ارزش های هویتی یک مردم را نادیده میگیرید، منتفی میکنید، باز امنیت به طرف چی داره میتونه حل بکنه؟ بنابراین شما ارزش ها را نمیتونید نادیده بگیرید. افغان است. من میخوام بپرسم اگر با یک شهروند فقیر افغانستان، افغانستان کشوری که 52% مردم زیر خط فقر هستن، با یک شهروند گرسنه افغانستان در سرک ببینن و ازش بپرسین که برش افغان بودن مهم است یا نان، فکر میکنین کدامشه میگه چی جواب داد؟ اصلا هر این سوال بسیار معذرت بخوام، این سوال درست نیست برای حاضر مطرح کردن که نان مهم است. اینا شما مثل این است در کشور اسلامی بیاید نه، شما اظهارات مردم عام و شهروندان افغانستان بارها دیدین، کلیپ هایش شما در رسانه ها میبینین. اجازه بدین من توضیح بدم. ببینید ما در رابطه با سوال پرسش، ما در فلسفه یک اصطلاح داریم، میگه میکانیزم تئوری سوال. میکانیزم تئوری سوال یعنی چی؟ میکانیزم تئوری سوال این که مسئله شروع بشه، این میکانیزم از مسئله آغاز بشه به تئوری ختم. شما این پرسش از شهروندان نمیپرسید. این پرسش به لحاظ پرسش نادرست است. مثل این است که شما بگین اون پرسش قدیم مرغ اول به دنیا اومد، تخم مرغ وایس روش، میگه این سوال سوال غلطی است. اصلا نمیشه این سوال کرد که شما الان یک شهروند بگید که نان خوب است یا نمیدونم تذکره خوب است، نان خوب است یا هویت، هم نان خوب است هم هویت خوب است. اینا اصلا دو تا چیز متضاد، دو تا چیز جدا از هم هستن. بنابراین هر دوش مهم است، هم نان هم هویت. طرح پرسش، منطق طرح پرسش این است که در توده، در میان مردم عام، مردم این مهم نیست که شما افغان هستین، پشتون هستین، تاجک هستین. شما این از زبان خود شهروندان میشنوید. فرض کنید من گفتم که اون پرسش به لحاظ میکانیزم تئوری معرفت، تئوری سوال، اصلا این پرسش درستی نیست. این را من پیشنهاد میکنم با شما که این گونه سوال نکنید. و برای اینکه اینا همزادهای دو تا چیز همزاد نیستن که شما بگین کدامش کدامش است. هیچ ببینید وقتی سوال میکنید ما میگیم ملازمه منطقی. ملازمه منطقی این که آیا از رابطه، این که آیا
نان درست است یا تذکیره، اینا با هم همخوانی منطقی یا اخلاقی داره نداره؟ اینا نه ملازمهشان منطقی است و نه اخلاقی است. نه، وقتی که توزیع تذکره بلی. روی حکومت داری خودت باور داره؟ حالا من روی حکومت داری تاثیر بونه، روی امنیت تاثیر بونه، روی شناسایی دقیق شهروندان تاثیر بونه، میزان جرایم را پایین بیاره. خوب. منطق خوب. نان و پرسش حالا من پس بزور اینم پس به شما جواب بدم. ببینید یک کتاب داره آقای فرهی، این کتاب اسمش از دانش قدرت مشروعیت در اسلام. یک کتابی هم داره شافعی برای علاوه، این شافعی معروف هست، از آدم میگن در اسلام جایگاه ارسطو است. این دو تا کتاب با شما پیشنهاد بکنم بخواین در رابطه با همین سوال شماست که چطوری یک کلمه میتونه یک جامعه را گرفتار بحرانهای بسیار شدید بکنه. وقتی شما میان میگین که کلمه افغان به طور مثال یا تاجیک یا پشتون ما به خیر حذف میکنیم و این کشور نامش هم میگذاریم مثلا ترکمنستان، معلوم است نتیجه از جنگ داخلی است و این جنگ بر سر این هویت به نام ارزش نان مردم میگیره. برخی کلانی از جنگ هایی که ما الان درگیرش هستیم بحث های هویتی، بحث های زبانی، بحث های ارزشی است. بنابراین شما اگر نتوانید بحث های ارزشی را حل بکنید مسلما نتیجه جنگ است. ببینید همون تذکره بحران ایجاد کرد. اینا به خاطر این گفتم که نمیخواستم مفصل جواب بدم برای اینکه ملازمه منطقی ندارم، به اضافه اینکه این بحث باعث جنگ داخلی میشه. شد دیگه، دیدیم بحران قال دو کتاب نوشته شده رفرنس هم داده. بله کتاب را بسیار خوبه، خیلی مهم، ولی سوال مهمی بوده. پس سه برنامه مهم شما برای مبارزه با فقر چیه؟ چند تا بر یک مسئله ای که ساختار اقتصادی به لحاظ تئوریک تغییر میده. این ساختار اقتصادی که الان در افغانستان هست اسمش هست ساختار نئولیبرال بازار آزاد، طراحانش آقای هایک است، آقای فریدمن است. در این ساختار اقتصادی عدالت وجود نداره، برای اینکه طراحان این نظریه میگن که عدالت امری بیخودی است، امری بی‌معنی است، این بازار است که به تامین بکنه. اولین کاری که من میکنم به لحاظ نظری ساختار اقتصادی رو تغییر میدم، اقتصاد اجتماعی میسازم با مدل هایی که من در چین دیدم و نقش دولت در اقتصاد و رهبری اقتصاد بالا میبرم، یک اقتصاد هدایتی درست میمونه مثل کوبا، تا بتوانم جلوی سرمایه‌دارا رو بگیرم، تا بتوانم تکس براشون وضع بکنم تا عدالت تامین بشه. این یک کاری است که من میکنم. کار دومی که است من از ورود کالاهای لوکس از کشورهای بیرون که به زیان تولیدات داخلی جلوگیری میکنم، کاری که آلمان بعد از جنگ دوم جهانی کرد. ما هیچ نیاز نداریم بوتی 500 دلاری ایتالیایی بپوش، کارخانه کفش یا هوی پولوچرخی را درست بکو از این بپوش و دولت این کار را باید بکنه. و من اگر آمد و چنین کار کرد چنان تکس برای وضع بکنم 60% تا 50% تکس که از درآمد تکس من بتونه مردم را تأمین بکنم. بنابراین اول و بسی که شاورزی از بعضی صنایع از بعضی صنایع کوچک زیرست، ولی بلی هازی تیوری های کلان اقتصاد این کار اسم انجام خواهد، یعنی نظام اقتصاد را تغییر خواهد. شما در روز هجده سنبلک کجا بودن؟ در هجده سنبلک کابل خانه من بودن. بله، شلیک های کسانی را که به نام عزاداران قهرمان ملی به روی جاده ریخته بودند شما شنیدین؟ آره. و ایرم شنیدین که گارنیزون کابل گفت که کسی به نام بریتمل محمد نور افسر گارنیزون در شلیک مستقیم اینا کشته شد. ایرم شنیدین؟ حتما درست. و چندین ملکی دیگه هم کشته و زخمی شدن. شما رفتین توقیف خانه قماندانی امنیه بریدار توقیف شده و گفتین که عدالت خواهی و مبارزه سختی ها را داره. یه عدالت خواهی بود؟ دقیق. ببینید اون جنبش بود را اینطوری با شما مطرح بکنم که آنچه در اجزای سنبله اتفاق افتاد یک حرکت خود به خودی بود. شما انقلاب دارن، رولوسیون دارن، حرکت های اجتماعی دارن، حرکت های سازمانی اعتصاب دارن و در این حالی فنومن دیگر دارن پیدا برام جنبش خود به خودی. این جنس جنبشی که شما در اجزای سنبله دیدید یک جنبش خود به خودی بود. خود به خودی هم یک فنومن جامعه شناسی است، این که من وضع نکردم. این جنبش‌ها در همه جای دنیا وجود داره، در اروپا هم میشه، در پاریس هم میشه، در انگلستان هم میشه و یک اتفاقات میفته در این حادثه، یک آدم شاید کشته شوه، اما اینو به عنوان یک جنبش مستقل باید نگاه کرد در برابر وضعیتی که در داخل کشور است. حالا بنیادهای جامعه شناسیش خیلی طولانی است، من نمیخوام اونا بپردازم، اما اون حرکتی بود در دفاع از در واقع آنچه خودشان ارزش های جهاد و مقاومت نام اینا. من خب به هر حال اما یک آدمی کشته شد، من کشته شدن این سرباز را تقدیم میگم، من خوشحال نیستم یک سرباز هموطن من کشته شد. اما خب اینا شما گفتین میپرسن چرا نظم را برهم میزنن، چرا مسلحانه به خیابان ها میان، کدام نظم، کدام قانون، کدام امنیت، کدام رفاه کار اینا باید برهم زدن نظم استبدادی، انحصار طلبی و قوانین غیر عادلانه باشه، باید این نظم و نظام مزدور کاملا دگرگون شود. عملا شما یک ریکارد نظامی گری را توجیه میکنید. و شما میگم ببینید وقتی که شما در کشور وقتی میخواین نمونه ها رو در کنار هم بگذاره، نه
درجه سنبله آمدن یک آدمی کشته شده. خب هر کسی که این آدم کشته بره دادگاه پاسخ بگه در محاکم. همه آدم ها که نکشته این آدم ها. من گفتم با شما که بلیهاز جامعه شناسی فرومن جنبش اجتماعی خود به خودی است و ایراد اتفاق میفته همه جای دنیا هم جلوش نمیشود گرفت. اما وقتی که شما ناراحت میشین از این مسئله که چرا شلیک شد، شما در شبای کرکت من در خانه خودم بودم. وحشتناک بود شب بازی کرکت. یعنی تا جایی رسیده بود من به قماندان زنگ زدم که اطراف خانه ما نبرد و مسلحانه است. اونجا هم باید نگاه کرد. بنابراین وقتی که شما در کرکت نمیتونین جلوی خشونت ها را بگیرین، جلوی اذیت آزار مردم را بگیرین، خب اجلس سنبله هم نمیتونین بگیرین. مسئله این است که اگر شما نظام... از حرکت حمایت نکردین، نه. ولی اینجا واضح میگن نه. که مسلحانه برآمدن از نفسی حرکت شما. من از این جوان ها حمایت کردم، چرا الان هم حمایت میکنم از اینا؟ آمدن از قهرمان ملی تجدید کرده. مسلحانه هم بود نه کسی مسلحان یک نفر کشته شده، کسی که کشته برای پاسخ خوشه بگه. و پایان برنامه میرسه، اگر برنده نشودن چه کسی را شما مناسب برای رهبری این کشور می‌دانید؟ من الان کاندیدایی که هست مدعی رهبری هستن، به لحاظ فکری با هم بسیار تفاوت داره. من به شما پیشتر گفتم که من یک یادداشت در این باره دادم. نظرات من به لحاظ سیاسی اقتصادی با نظرات دکتر عبدالله و غنی و بقیه کاندیداها متفاوت است. من یک آدم طرفدار طرح‌های اقتصادی عادلانه و خیلی بحث‌های دیگه سر مثلا در رابطه با کشور گفتم که دو نامه شود یک بحث سر دیورند گفتم، منتها همش از پایگاه ملی است نه از پایگاه قوم طلبانه در واقع ناسیونالیسم کوری تاجیکی و غیر تاجیکی. من برنامه‌ام با اینا متفاوت است. بنابراین به شما قول میدم که از اینا حمایت نخواهم کرد. حداقل با اینها نه. درست. حالا جوانایی هستن که میتونن رهبر من باشن، قدمشون بالای چشم، ولی این رهبران که الان آمدن در این کانادا ها مسلما مورد تایید من نخواهند بود، به خصوص این دو تا آقای غنی و عبدالله. تشکر. یعنی با اینا نمیدونم نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از این برنامه اومدن. تشکر.